جلسه صدا دریافت نمی‌کنید یا تصویر، جلسه استریم میشه در آپارات، در کانال آپارات هم میتونید نگاه کنید. استادان گرانقدر، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. دکتر صالح رحیمی، دکتر وحید کریمپور و دکتر صادق رئیسی، ممنون میشیم اگه که صدا و تصویرتون رو باز کنید و در خدمتتون باشیم. سلام به شما و به دانشجویان عزیز، امیدوارم سلام که خیلی خوشحالیم، خیلی خرسندیم که شما رو میبینیم و ممنونم که تشریف آوردیم. سلام، عرض سلام، وقت بخیر. منم سلام عرض میکنم به همگی. سلام بچه. سلام، خوبی ساره؟ مرسی. خب من از استادان عزیز خواهش میکنم که در حین اینکه ما داریم پرسش میکنیم از شما، سوالاتی که دوستان از توی قسمت چت دارم میپرسنم اگه امکانش باشه پاسخ بدید، که وقت برنامه احتمالا نرسه به اینکه همه پرسش ها پاسخ داده بشه، و خیلی ممنون میشیم ازتون. فعلا که سوالی نیست. سلام دوستان، سلام صادق، سلام صالح، خوب هستین؟ خوب هستین دکتر، حالتون خوبه؟ ممنون، مرسی، متشکرم. خب فعلا که مثل که سوالی نیست دیگه، نه؟ بله، من سوال اول رو از شما پرسیدم آقای دکتر کریمی پور. به نظر شما به طور کلی علم اطلاعات کوانتومی چیه؟ لطفاً یه مختصری در مورد شکلگیری و تحولات این علم توضیح بفرمایید، و اینکه هدف این گرایش و پرسش‌های معروفش چیه، و اصولاً متخصصان به چه نوع از مسائل علاقه دارن توی این حوزه؟ خب من یک چیزای کلی میگم، ولی حتماً دوستانم منو تصدیق خواهند کرد و بهش اضافه خواهند کرد. خیلی من فکر میکنم که قرنی که درش هستیم، یکی از پیشرفت‌های بزرگی که درش صورت گرفته و خواهد گرفت این است که ما به تک تک اتم‌ها، موجودات اتمی دسترسی پیدا می‌کنیم. تا کنون وضعی که ما داشتیم این بوده که به انبوهی از ماده که توسط کوانتوم مکانیک به هر حال رفتارش توصیف میشه دسترسی داشتیم، ولی به مدد پیشرفتایی که در اپتیک و لیزر و دیگر شاخه‌های فیزیک شده، حالا میتونیم به تک تک اتم‌ها دسترسی داشته باشیم، و این باعث میشه که ما بتونیم اتم‌ها رو کنترل کنیم، اندازه‌گیری کنیم، حالتشون رو تغییر بدیم، و باعث میشه که ما در جبهه‌های مختلف بتونیم پیشرفت‌های خیلی مهمی حاصل بکنیم. یکی از اونها محاسبه است یا رایانش و کامپیوتیشن، که به لحاظ تئوری و همچنین اخیراً به لحاظ تجربه نشون داده شده که میشه محاسبات رو انجام داد که به کلی از دسترس کامپیوترهای کلاسیک خارجن. بعد در حوزه اطلاعات، مبادله اطلاعات میشه این کار انجام داد و پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای به دست آورد. و سوم در حوزه شبیه سازی، چون هم داستان خیلی مفصلی برای خودش داره، یعنی میشه سیستم های فیزیکی رو واقعا شبیه سازی کرد، سیستم های فیزیکی که به هیچ وجه قابل شبیه سازی با کامپیوترهای کلاسیک نیستند، و ما جوابی برای سوالاتمون نمیتونیم پیدا کنیم مگر به کمک اصطلاح کاربرد روش های اختلال، که اونها هم طبیعتاً خیلی نارسه هستند. و چهارم هم به خاطر اینکه بتونیم خود کوانتوم مکانیک رو به مسائل عمده‌ای که درش وجود داره بهتر بفهمیم، چون وقتی با تک تک ذرات سر و کار دارید میتونید سوالایی بکنید که قبلا نمیتونستید بهشون جواب بدید.
بنابراین در این چهار حوزه، یعنی کوانتش، یعنی کامپیوتیشن، بعد کامیونیکیشن، شبیه سازی و نهایتاً فهم خود دنیای کوانتومی، قرنی که درش هستیم قرنی خواهد بود که پیشرفت‌های خیلی مهیجی درش صورت گرفته و صورت خواهد گرفت. اینا چیزایی که رشته در واقع رایانش و اطلاعات کوانتومی رو چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ تجربی جذاب میکنه برای دانشجویانی که میخوان به این رشته بپیوندن، چون افق خیلی وسیع در مقابلشون گشوده میشه. حالا دوستان حتما من رو تکمیل خواهند کرد، من خیلی مختصر گفتم. خیلی ممنون از شما. دکتر رحیمی، نظر شما در این رابطه چیه؟ خواهش میکنم، من خوشحالم که در خدمتتون هستم. اصل مطلب های دکتر کریمپور فرمودن، شاید اگه من بخوام خلاصه بکنم اینطوری بتونم توی یه جمله، اینطور که به قول معروف جان پرسکی خلاصه میکنه، این رو بگم که اگر هر فیلد تحقیقاتی رو شما در نظر بگیرید میتونید اون رو خلاصه بکنید به یه سوال کلیدی و بنیادی، و اون سوال کلیدی و بنیادی اون چیزیه که مثلا میتونید بپرسید برای ذرات بنیادی چیه، برای کانس متر چیه، برای رشته های مختلف چیه. و اگر بخواید در مورد اطلاعات کوانتومی این سوال رو بپرسید، این سوال اینه که اگر شما فرض بکنید سیستم های کوانتومی رو بتونید در حد بنیادی خودشون کنترل بکنید، منیپولیت بکنید، کنترلشون بکنید، تحت تاثیر قرارشون بدید و ازشون بخواید کاری رو که ما میخوایم انجام بدن به جای اون کاری که به صورت طبیعی توی طبیعت انجام میدن، این چه دستاوردهای نظری و عملی برای ما به بار خواهد آورد؟ این سوال اصلیه که در واقع ما خیلی بهش علاقمندیم تو جنبه‌های مختلف که آقای دکتر کریمپور فرمودن. مثلا یکی از کاربردهاش اینه که اگر شما همچین قابلیتی داشته باشید بتونید از سیستم کوانتومی بخواید که حالا کار پردازش اطلاعات رو برای شما انجام بدن، این شما رو قادر خواهد کرد، انتظار داریم که کامپیوترهایی بسازیم که باهاش بتونیم کارهایی انجام بدیم بسیار سریعتر از کامپیوترهای کلاسیک، یا شبیه سازی یا بقیه مسائلی که مطرح هستن. این چیزیه که شاید بشه گفت اخیراً مطرح شده، چون به این سطح از تکنولوژی رسیدیم که بتونیم این کنترل رو داشته باشیم. پیش از این کوانتوم صرفاً یه ابزاری بود برای اینکه ما یاد بگیریم، یه تکنیکای محاسباتی یاد بگیریم، بریم سراغ ذرات بنیادی و کانس متر و جای دیگه، فیلدهای دیگه. اما امروز ما داریم راجع به خود این فیلد صحبت می‌کنیم، راجع به این صحبت می‌کنیم که چه جور همبستگی‌هایی می‌تونه توی سیستم‌های کوانتومی وجود داشته باشه و این چرا این متفاوته. این چیزیه که خب خیلی وقت پیش مردم می‌دونستن میتونه وجود داشته باشه، اما اینکه حالا میتونیم اینو تو عمل بسازیم و به قول معروف تو آزمایشگاه در دسترس داشته باشیم، این سوال دوباره مطرح کرده که ما بتونیم اون را بخوایم اینو دقیق‌تر مطالعه بکنیم، بفهمیم این مرزها کجاست، تا کجا کوانتوم کار میکنه، از کجا به بعد تئوری دیگه میتونه کمک کننده باشه برای توصیف پدیده‌هایی که باهاش روبرو هستیم اگر دنیای کوانتومی باشه، و اینکه در نهایت چه دستاوردهایی خواهیم داشت، یعنی هم از نظر تئوری هم از نظر عملی. این حالا برداشت من هست و یه جوری شاید همین خلاصه شده این صحبتایی که فرمودن آقای دکتر کریمپور. من فکر میکنم همینجا فعلا بسنده بکنم اگر لازم شد دوباره. بسیار سپاسگزارم. دکتر رئیسی، شما موردی دارید که اضافه کنید؟ نه، به نظرم جواب کاملی دادن همکارا. خیلی متشکر. خب میریم سراغ سوال بعدی. چه گرایش ها و زمینه های پژوهشی در اطلاعات کوانتومی هستن و چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ شما یه سری از اینها رو ذکر کردید، اگه میشه یه خورده
دقیق تر بهشون بپردازید. دکتر وحید کریمی پور خیلی ممنون میشم. این سوالیست که اینجا نیست البته. این چیزایی که من اینجا میخونم آیا نیاز به پیش زمینه کامپیوتری و محاسباتی هست؟ بعد به سوال شما میرسم. اگه کسی بخواد در حوزه رایانش کوانتوم یعنی کامپیوترهای کوانتومی کار بکنه، حالا نمیشه گفت نیاز هست، ولی خب کمک کننده است. این چیزی که در این مورد میشه گفت، یعنی لازم نیست کسی دانشجوی مثلا کامپیوتر یا برنامه نویسی باشه، ولی کمک کننده است، یه دید کلی پیدا میکنه. ولی چیزی که شما فرمودید که البته اینجا ننوشته، یه بار دیگه اگه ممکنه سوال بگید که چه زمینهایی هست؟ بله، چه گرایش ها و زمینه های پژوهشی در این حوزه وجود داره و این زمینه ها و گرایش ها چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ ببینید، زمینه هایی که وجود داره واقعا خیلی وسیعه. تقریبا با هر شاخه شما از فیزیک نگاه بکنید یه اوورلپ گستردهی وجود داره بین شاخه اطلاعات کوانتومی و اون حوزه. مثلا فرض کنید همینطوری من به صورت رندوم بخوام بگم و تصادفی، مثلا با حوزه اپتیک، کسانی که کار اپتیک میکنند و از زمینه اپتیک میاند خیلی خیلی مناسبن برای اینکه به پیاده سازی تجربی کامپیوترها و اطلاعات کوانتومی بپردازن. در واقع خیلی از کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن بک‌گراندشون از کوانتوم اپتیکس اومده، چون آزمایش هایی که وجود داره با لیزر و اپتیک و اتم های سرد و یون های بدام افتاد و اینها همش چیزایی است که برای کنترل اتم ها، اتم های منفرد یا یون ها یا فوتون ها، اینها مهمه و کار بود. بنابراین با یه حوزه وسیع ما در اونجا اوورلپ داریم. در حوزه مثلا فرض کنید فیزیک ماده چگال، خب خیلی مهم بوده برای فیزیکدانان ماده چگال که بفهمند که وقتی که گذار فاز رخ میده در یک سیستم چه اتفاق میفته دقیقاً، به خصوص وقتی گذار فاز کوانتومی رخ میده و چطوری میشه این گذار فاز رو توصیف کرد. مثلا فرض کنید پیدایش نمیدونم ابرشارگی، ابررسانایی، این کوانتوم فیز ترانزیشنی که در دماهای خیلی پایین رخ میده و نقش در همتنیدگی رو در اینها بفهمند. این دوباره یک حوزه خیلی وسیع است که ما به اونها اوورلپ داریم. حتی در شاخه هایی مثل فیزیک انرژی های بالا یا های انرژی فیزیکس و ذرات بنیادی امروز مسائل خیلی مهمی مطرحه که دوباره با دانشی که از فیزیک اطلاعات کوانتومی به دست اومده اون مسائل میپردازن. مثلا فرض کنید مسائلی مثل آنتروپی سیاه‌چاله ها یا نگاه هولوگرافیکی که وجود داره به نظریه میدان، دوباره یک تلاقی خیلی وسیع وجود داره با اطلاعات کوانتوم. اینها اون چیزایی است که ما با حوزه های دیگه اوورلپ داریم. در خود این حوزه هم مسائل خیلی وسیعی وجود داره. همطور گفتم در رایانش کوانتومی که چگونه میشه الگوریتم های جدیدی نوشت که بشه نشون داد به کمک اون الگوریتم ها که توان کامپیوترهای کوانتومی خیلی بیشتر از کامپیوترهای کلاسیکه. هنوز ما اون شهود خیلی قدرتمند رو پیدا نکردیم که بتونیم به راحتی الگوریتم کوانتومی بنویسیم و نشون بدیم موثرن. بنابراین یک راه خیلی درازی در اینجا وجود داره. الگوریتم های کوانتومی که ساخته شدن و موفق بودن، مثلا الگوریتم شور یا الگوریتم جستجو و چند تا الگوریتم دیگه است، شاید حدود مثلا 50 60 تا به درجات مختلفی از موفقیت، شاید 100 تا مثلا، ولی هنوز راه خیلی درازی وجود داره که ما بتونیم زبان رایج برای برنامه نویسی کوانتومی رو یاد بگیریم، چون شهودش رو نداریم. بنابراین در این حوزه یک راه خیلی خیلی وسیع گسترده است. در حوزه اطلاعات کوانتومی هم همینطور، ما در واقع باید تمام آن چیزی که از اطلاعات کلاسیک میشناسیم و امروزه مثلا جزء مطالب درسی در دانشکده های مهندسی برق هست، اینها رو بتونیم به زبان کوانتومی بنویسیم.
و گسترش بدیم. هنوز در این مورد راه درازی در پیشه. در مورد شبیه سازی بازم همینطور، شبیه سازی مثلا پیشرفت خیلی زیادی میتونه بکنه در حوزه های مثلا شیمی یا حتی فیزیک انرژی بالا و نظریه میدان و کاندنس ماتر فیزیکس که بتونن سیستم های مختلف رو در کامپیوترهای کوانتومی شبیه سازی بکنن. راه خیلی درازی وجود داره در اونجا و شاخه های دیگه، و اینکه خود کوانتوم مکانیک رو بتونن بفهمن انتنگلمنت یعنی چی، چگونه مثلا اینا رو میشه توصیف کرد، کوهیرنس یعنی چی، همه اینها جای کار داره. ولی اگر کسی علاقمند باشه با دو میتونیم وارد جزئیات اینها بشیم یه خورده. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر رئیسی، به نظر شما اهمیت علم اطلاعات کوانتومی چیه و چرا باید به اون بپردازیم؟ این همون سوال اولتون نبود دکتر کرپور، توضیح دادن دیگه. بله سوالا یه خورده پوشش دارم، ولی شما ندارید که روشون دقیق تر باشید. حالا اول از همه بگم کلا که بایدی وجود نداره که به یه چیزی باید پرداخت، ولی یه مقدارش دقیقا برگرفته از اینه که ما یه سری حالا اگه به محاسبات نگاه بکنیم، تو محاسبات یه سری ما مسئله سخت داریم، طبیعتا باید از بهترین استفاده رو از فیزیکمون انجام بدیم که بتونیم مسائل رو خوب حل بکنیم، و محاسبات کوانتومی دقیقا داره این کار انجام میده. ما به جای اینکه از فیزیک کلاسیک استفاده کنیم، از فیزیک کوانتومی استفاده میکنیم برای اینکه مسائلی که حالا هزینهشون ممکنه به صورت کلاسیکی، به صورت اثبات شده زیاد باشه، رو کمش کنیم. تو حوزه‌های دیگه مثل مخابرات کوانتومی، قصه از این جنسه که ما دنبال یک امنیت اثبات شده میگردیم، امنیتی که امنیت توی مخابرات کلاسیک بر مبنای حل کردن مسائل سخته، یعنی اینکه شما اگه بخواین یه رمز کلاسیک رو بشکنین، در نهایت منجر به این میشه که بتونین یه مسئله سختی رو به صورت سریع حل بکنین، برای همین شکسته نمیشه. ولی توی مخابرات کلاسیک، مخابرات کوانتومی یا رمزنگاری کوانتومی، این رو تبدیلش میکنین به یه مسئله که اگه بخواین اون رمز رو بشکنین، باید قوانین فیزیک رو یک جورایی باش بجنگین. باز یه قصه داریم مثل اندازه‌گیری‌های دقیق، که دوباره تو اون قصه اندازه‌گیری دقیق هم ما میتونیم دقت بهتری رو بگیریم اگه از کوانتومی که توی طبیعت وجود داره استفاده کنیم. خیلی سپاسگزارم. خب الان میریم سراغ یه سری از سوالات کلی‌تر که راجع به گرایش‌هایی که توی ارشد دانشجو انتخاب میکنن مطرح میشه. یکی از مسائلی که غالب دانشجو با اون مواجهن اینه که مثلا از بین گرایش ها به دو یا چند گرایش علاقه دارن، و سوالی که حالا براشون پیش میاد اینه که حالا واقعا از بین این علایقی که دارن باید کدوم یکی از اینها رو انتخاب کنم. سوالی که من داشتم اینه که شما به عنوان اساتید آیا در زمانی که توی این مقطع از انتخاب قرار گرفته بودید با چنین چالشی روبرو بودید، و چه جوری تصمیم گرفتید که سمت این گرایش بیایید؟ آقای دکتر رحیمی اگه شما پاسخ بدید با شما شروع می‌کنم. چه بخواید، یه چیزی که سوال قبلی شما، سوالی که از دکتر رئیسی پرسید منو به فکر انداخت، این که واقعا خب چجوری میشه این گرایش های کنار همدیگه قرار داد. ببینید یه زمانی مثلا دهه 60 70 میلادی ما تو قرن گذشته پیشرفته خیلی زیادی داشتیم در زمینه ذرات بنیادی، به جایی رسیده بودیم که شتاب دهنده های مختلف داشت ساخته میشد، نتایج آزمایش های مختلفی هر روز میمد بیرون، هر از گاهی یه ذره جدید کشف میشد. خب یه چیزی که یک فیزیکدان جوان رو اون موقع به خودش جلب میکرد این اخباری بود که اونجا اون موقع به گوشش میرسید، و خب بالاخره منم تو این
داستانی سهمی داشته باشم، منم بفهمم این خبرها چیه، منم بدونم که به قول معروف مردم تو فیزیک دارن چی کار میکنن. خب این تا یه جایی پیش رفت، این همیشه اینطوری نبود. به هر حال هر کدوم از این زمینهای تحقیقاتی رو نگاه بکنید، یک به قول معروف یه برهه‌ای داشتن که این برهه‌ای به اصطلاح شکوفایی بود از لحاظ تجربی. به هر حال یه سری امکاناتی مهیا شده بود و این داشت برای مدت طولانی نتیجه رو میداد. خب اما الان یه مقدار بعض فرق کرده، الان ما میتونیم کار دیگه انجام بدیم، میتونیم همینطور که صحبت شد اول جلسه میتونیم کنترل خیلی خوبی داشته باشیم روی سیستم‌های کوانتومی و کارهای از این دست منجر شده این نتیجه‌ای که ما امروز روز داریم میبینیم توی اخبار و مقالات و به اصطلاح که تو جورنال‌های خیلی معتبر داره چاپ میشه، از گوگل و آی بی ام و شرکت‌های بزرگ گرفته تا به قول معروف نهادهای به قول معروف سرمایه‌گذاری بزرگ تو اروپا و چین و امریکا که دارن از این مسائل حمایت میکنن. خب این یه چیزیه که داره به ما میگه، اینی که الان به یه برهه‌ای رسیدیم که این موضوع یه موضوع بسیار داغ و مورد توجهیه. خب این الزاماً این به این معنی نیستش که کارهای دیگه الان مورد توجه نیستن یا دیگه باید اونا رو رها کرد، ولی وقتی شما یک جایی میبینید یه نوری تابیده داره میشه، خب چه خوبه که آدم نگاه بکنه ببینه اونجا چیزی آیا میتونه پیدا بکنه یا نه، آیا اینجا چیزی هست که من محیطی هست یا امکانی برای من فراهم میکنه که بتونم سهمی بهش بدم یا نه. این یه مسئله مهمیه، هم از لحاظ موقعیت کاری، هم از لحاظ اتفاقایی که داره میفته، و هم از این لحاظ که کار تحقیقاتی امروز روز کار جمعیه، کاریه که توی گروه، توی یک رابطه، توی یک بستری باید انجام بشه که امروز به این بستر اندازش به کل دنیا رسیده. یه زمان این بستر مثلا محدود میشد به اعضای هیئت علمی فقط یه دانشکده، یه دانشگاه، ولی امروز روز با این ارتباطاتی که ما داریم این میتونه خیلی خیلی وسیع و خوب در سطح دنیا با یک گروه همکاری خیلی پیشرفته پیش بره. خب این امکانیه که فراهم کرده امروز روز برای این زمینه تحقیقاتی، و حالا سوال اینه که آیا با این شرایط امروز که این زمینه تحقیقاتی داره، آیا این جذابیت برای من کسی که میخوام رشته تحقیقاتی انتخاب بکنم ایجاد میکنه که اینو انتخاب بکنم یا نه؟ اول خب به هر حال هر کسی یه پیش زمینه ای داره، نمیخوام این مقدمه طولانی رو که الان خدمتتون عرض کردم که بیشتر معطوف به سوال قبلی بود رو الان ببندم و اصل سوال شما برسم، اینه که هر کسی یه پیش زمینه ای داره از اینکه چه چیزی توی ذهنش از فیزیک همیشه براش جذاب بوده، ولی خب این حس کنجکاوی آیا اینجا میتونه توی این زمینه تحقیقاتی به کار گرفته بشه؟ الانی که این همه سرمایه گذاری داره میشه برای کارهای تحقیقاتی در زمینه پیاده سازی، در زمینه آزمایش، و این فرصت آیا میتونه اون چیزی باشه که مورد توجه و علاقه آدم باشه؟ خب به نظر من خوبه، اما خب این قطعا هیچ اجبار و بایدی هم نداره کسی که علاقه ای نداره به این زمینه تحقیقاتی یا از اول دنبال تصمیمش جای دیگه گرفته. به نظر من خب این حکم نمیشه داد که نه باید الان همه بیان این کار انجام بدن، ولی این به خصوص این چیزی که من دارم میگم میتونه خیلی مورد توجه باشه برای کسایی که دارن مقایسه میکنن چیزهای مختلف رو. به نظر من خیلی مهمه که هر چیزی رو، هر زمینه تحقیق توی بستری که قرار گرفته شده بهش نگاه بکنیم. به هر حال عمر ما محدوده، ما تا ابد زنده نیستیم. سوال اینه که این زمانی که داریم رو چقدر بهینه میتونیم ازش استفاده بکنیم با توجه به امکاناتی که هست، با توجه به شرایطی که وجود داره و پیشرفتایی که داره توی زمینه تحقیقاتی انجام میشه. این فکر میکنم جواب من باشه به سوالی که پرسید. خیلی متشکر از شما. شما فرمودید که با توجه به آینده‌ای که این رشته داره دانشجو باید انتخاب کنن که آیا دوست دارم برم به این سمت یا نه.
آقای دکتر کریم‌پور، به نظر شما آینده این شاخه توی 10 سال آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟ چه رشد و پیشرفت هایی خواهد داشت؟ و کسی که امروز انتخاب میکنه وارد این حوزه بشه، در 10 سال آینده که تازه میفهمه چه اتفاقاتی داره میفته، چه تغییراتی به وجود اومده؟ ببینید، اجازه بدید من چند تا از این سوالات که به نظرم سوالات خیلی خاصی هم جواب بدم، چون این سوالی که شما فرمودید خیلی کلیه. در 10 سال آینده به هر حال هم نمیشه پیش بینی کرد و همین که خیلی حرف کلی میشه زد، ولی چند تا سوال اگه شما اجازه بدید، اشکال نداره؟ نه بفرمایید. چند تا سوال در اینجا هست، اینا به نظرم سوال خیلی خاصیه و شاید دانشجو بخوان اینو جواب بدیم. بله، اساتید دیگه هم اگه مایل باشن میتونن در قسمت چت پاسخ بدن سوالات رو. من یک سوال اینجا پرسیدن که ابزاری فراتر از خود اتم ها وجود داره که بتونیم به کمکش اتم ها رو مثلا کنترل کنیم یا نه، یه همچین چیزیست. حالا من دیگه کاملشو نخونم. ببینید، من دوست دارم مثالای خیلی مشخص تر بزنم. شما مثلا یک اتم رو در نظر بگیرید، این اتم میلیاردها استیت داره دیگه. در درس کوانتوم مکانیک ما خوندیم یک طیف خیلی وحشتناکی داره، استیت ها همطوری چیده شدن از انرژی حالت پایه تا بالا. وقتی هم بیریم بالا، هی اتم ها به هم لایه هاشون نزدیکتر و نزدیکتر میشه. ما معمولا وقتی اینا رو دانشجو بودیم میخوندیم یا وقتی که در ابتدا درس میدادیم فکر میکردیم اینا فقط برای روی کاغذ. ولی امروزه مثلا اگر شما یک نور لیزر خیلی خیلی دقیق داشته باشید با فرکانس خیلی دقیق که این حالا در دسترس هست، شما میتونید با این نور لیزر فقط دو تا از این لایه‌ها رو به هم دیگه ربط بدید، یعنی اتم رو در حالت پایین بفرستید بالا یا از بالا بفرستید پایین. بنابراین مثل اینه که بقیه لایه‌ها کاملا خاموش میشن و از دست شما خارج میشن. پس شما یک اتمی دارید که دو تراز است، نه فقط دو تراز داره. خب این یکی از اون چیزایی است که باعث میشه ما بتونیم بهتر کنترل کنیم. یا مثلا میتونید فرض کنید اتم رو به همین شیوه تحریک کنید و ببرید به اون لایه های خیلی خیلی بالا، لایه که مثلا عدد کوانتومیش 50ه، 55ش هسته. به این ترتیب اتمی درست بگیمش میان اتم رایدبرگ. این اتم رایدبرگ مثل این میمونه که شما یک دونه اتم خیلی کوچیکو که یه انگستروم مثلا شعاعش هست باد میکنید، مثل بادکنک مثلا میشه 1000 انگستروم. و این اتمی که شده 1000 انگستروم و باد شده کاملا، این میتونه مثل یک آنتن فوق العاده حساس و قوی عمل بکنه که اگر یه دونه فوتون از کنارش عبور کنه بتونه تشخیص بده، یعنی از خودش یک ردی به جا بگذاره و اتم فوتون رو ثبت کنه. و همین شیوه هاست که مثلا در سال 2012 جایزه نوبل گرفتن در فیزیک آقای سرژ هروش در فرانسه و دیوید وایلند در امریکا، که البته دو تا کار متفاوت میکردن، ولی مثلا سرژ هروش تونست وجود 5 تا دونه فوتون رو در یک دونه کویتی تشخیص بده و حالتهای مثلا حالتهای مشروب جی اچ زد و اینها درست بکنه. بنابراین پس میشه واقعا دنیای تک تک اتم ها رو کنترل کرد با ترکیبی از تکنیک هایی که وجود داره. مثلا سرد کردن، شما میتونید اتم ها رو سرد کنید و دماشون رو بیارید به نانو کلوین، 10^-9 کلوین. امروز شاید تلاشایی هست برای اینکه از اون دما هم ببرن پایین تر یا با دقت خیلی زیادی که در نور لیزر وجود داره. یک چیز دیگری که در اینجا سوال هست، گفتم مثلا یک شبیه سازی کوانتومی با ذکر چند تا مثال روشن‌تر بشه. بذارید مثلا من یک مثال بزنم. شما مثلا روی صفحه کامپیوترتون الان میتونید مثلا یک دونه پل رو مهندسای راه ساختمون میتونن شبیه سازی کنن قبل از اینکه برن بسازن و در کنار محاسباتی که روی کاغذ انجام میدن، به جای اینکه اصلا ماکت پل رو بسازن در مقیاسای کوچک، میتونن پل رو روی صفحه کامپیوتر شبیه سازی بکنن و ببینن که مثلا این پل استحکامش چقدر. ساختمون هم همینطور، ساختمون رو میتونن شبیه سازی بکنن روی یک صفحه کامپیوتر، ساختمون 100 طبقه، و میشه شبیه سازیش کرد و واکنش این ساختمون رو در مقابل فشارها و نیروها و نیروی باد و زلزله و همینا سنجید.
یا مثلا شما میتونید در آموزش فرض کنید خلبانی به هواپیما به افراد، به جای اینکه اینا رو ببرید توی خود هواپیما سوار کنید، در یک سیمولیتر اینا رو بگذارید و پرواز و تمام اون اتفاقاتی که در پرواز میفته، نمیدونم تیک آف، فرود، پرواز در خود آسمان، نمیدونم رعد و برق و فشار هوا و همه اینا رو بتونید براشون شبیه سازی بکنید. پس دنیای کلاسیک و هر اتفاقی که در دنیای کلاسیک وجود داره قابل شبیه سازی در کامپیوترهای کلاسیک هست. ولی یک سیستم خیلی خیلی ساده کوانتومی شما در نظر بگیرید که مثلا 100 تا اتم داره. این 100 تا اتم به دلیل اینکه تعداد درجات آزادیش فوق العاده زیاده، یعنی 2^100 تاست، قابل شبیه سازی در کامپیوترهای کلاسیک نیست به هیچ وجه. خب پس هیچ سیستم کوانتومی رو ما نمیتونیم شبیه سازی بکنیم در کامپیوترهای کلاسیک. ولی اگر شما یک کامپیوتر کوانتومی بسازید، میتونید اون کامپیوتر کوانتومی رو تنظیم بکنید آنچنان که مثل همین کاری که من الان گفتم در آینده البته انجام خواهد شد به همین راحتی، میتونید یک سیستم کوانتومی رو، یک کامپیوتر کوانتومی، یک سیستم کوانتومی داشته باشید، مثلا یه تعدادی 100 تا 200 تا 300 تا اتم که در یک محفظه نگه داشته شدن در دمای خیلی پایین، و با این بتونید سیستم‌های دیگر رو شبیه سازی بکنید. یعنی رفتارش طوری باشه که انگار اون سیستم کوانتومی دیگر رو شما دارید مطالعه میکنید در آزمایشگاه. بنابراین یه پیشرفت خیلی خارق العاده صورت خواهد گرفت. حالا اون سیستم های دیگری که توسط این شبیه سازی میشن، میتونن سیستم هایی باشن از ماده چگال، میتونن سیستم هایی باشن از میدان کوانتومی، میتونن سیستم هایی باشن در مثلا QED یا QCD یا هر چیز دیگری. بنابراین این یه بچه خیلی مهمه شبیه سازی کوانتومیه. حالا بنابراین من به سوال شما جواب دادم که 10 سال دیگه چه خواهد شد. من صحبتم تمام شد. بسیار متشکرم از شما. البته من ذکر کنم که در آخر جلسه هم 30 الی 20 دقیقه ما اختصاص دادیم به این که سوال عزیزانی که در چت میپرسن و پاسخ بدید. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر رئیسی، سوالی که من خواستم بپرسم از شما اینه که حوزه کاری شما چه مقدار تئوری و چه مقدار آزمایشگاهیه، و اینکه اصولا چالش های یک دانشمند تئوری و یک دانشمند آزمایشگر تو این حوزه چی هستن؟ وقتی میگین حوزه من، منظورتون دقیقا گروه خود منه یا اینکه کلی کوانتوم اینفورمیشن رو منظورتون؟ کلن حوزه اطلاعات کوانتوم. خب بخش زیادی از کار طبیعتا آزمایشگاهیه، بخش زیادی از کارم تئوریه. یعنی اگه به مؤسساتی که تو این حوزه نگاه کار میکنن نگاه کنین، میبینین معمولا یه ترکیب خیلی همگنی هستش از آدمایی که دارن سعی میکنن ایده ها رو تو آزمایشگاه پیاده سازی کنن و آدم هایی که دارن سعی میکنن تو حالا تئوری ها رو برسونن به چیزی که قابلیت پیاده سازی دارن. چالش هم دوباره یه دونه چالش نیستش، بسته به این داره که کجا به چی دارین نگاه میکنین. اگه مثلا دارین به چه میدونم کامپیوترهایی که IBM و گوگل دارن درست میکنن نگاه بکنین، چالش ها یه چیزیه. مثلا چطوری تعداد کیوبیت هامون رو تو دایلوشن فریجمون زیاد بکنیم، چطوری اینو همچنان سر نگه داریم، تعداد وایرهایی که میره اون تو رو چطوری زیاد بکنیم، کنترل اون رو اینا. یعنی منظورم اینه که کاملا چیزه، بسته به این داره که به کجا دارین نگاه میکنین دیگه. بسیار سپاسگزارم. پس به نظر شما این حوزه هم مثل همه حوزه های دیگه توی فیزیک چالش های خودشو داره، و اینکه اصولا آدم باید خودشونو آماده کنه که با این چالش ها روبرو بشن. آقای دکتر رحیم، نظر شما در این رابطه چیه؟ در مورد چالش های این فیلد اگر بخوام لطفا تکرار کنید سوالتون، من حواسم به این سوالی نوشته شده بود، ببخشید. بله، سوال این بود که حوزه کاری شما چه مقدار تئوری و چه مقدار آزمایشگاهیه،
و اینکه چالش های یک دانشمند تئوری و یک دانشمند آزمایشگاهی توی این حوزه چی هست؟ خب من اگر بخوام کار خودم رو توصیف بکنم، ببینید اینجا ما یه طیفی داریم، یه نواری داریم که این تقریبا توی هر زمینه تحقیقاتی وجود داره، ماده چگال باشه، ضرورت بنیادی باشه یا اطلاعات کوانتومی، فرقی نمی‌کنه. یه طیفی داریم، یه سر طیف کاری خیلی تئوری به اصطلاح که بیشتر شاید به نظر برسه یک جور کنجکاوی ریاضی باشه انجام میدن، ولی خب حتما توی اون کانتکس میگنجه و مربوط به قضایا. به یه سر طیف دیگه کار تجربی. خب اینها منفک از هم نیستن، جدا از هم نیستن، یعنی نمیشه در واقع یه فیزیکدانی رو پیدا بکنید در چیز که اصلا کار تجربی برایش مهم نباشه. این من دارم کار خودم رو میکنم، مهم نیست تو آزمایشگاه این چی میبینیم چی نمیبینیم، هم چیزی ما نداریم تو فیزیک رب داره به دنیای واقعی. خب و این چیز فصل مشترک تمام این هاست. اما یک جایی مردم دارن ابزارات آلات تئوری یا ریاضی رو به قول معروف بست و توسعه میدن، یک جایی دارن این چیزایی که توسعه پیدا کرده رو در عمل پیاده سازی میکنن. این یه طیف وجود داره، شما میتونید این سر طیف باشید که کلن به قول معروف تئوریه، به این معنا تئوریه که عرض کردن، و این سر طیف که کار تجربیه. به شخص کاری که من خودم انجام میدم این نزدیک اون کاری تجربی، یعنی اون سر طیف تجربی کار نیستم ولی خیلی نزدیک به اون سمت هم که ببینم این چیزایی که ما از تئوری بلدیم رو چجوری میشه به آزمایش آگر فهمون. و از اون طرف چلنج هایی که یک آزمایشگر باش مواجه میشه رو تبدیل کرد به یک سری مسائلی که یه تئوریسین بتونه مورد مطالعه قرار بگیره و قرار بده و براش راهکار پیدا بکنه. از این جهت هر دو اینا با هم مربوطن، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. و این موضوعیه که حالا متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی که ما تو دانشگاهمون داریم اون قسمت تجربی خیلی کمتر، حالا نه فقط توی این زمینه اطلاعات کوانتومی، جای دیگه هم تو زمینهای دیگه هم خیلی کمتر بهش پرداخته میشه، ولی بسیار مهمه اون زمینه اون قسمت. و اینکه چطور میشه این ارتباط رو برقرار کرد به نظر من اون که خیلی مهمه. این دو با هم جلو میرن، یعنی اینکه ما باید بتونیم همه اینا تو کنار هم دیگه به صورت با همگام جلو ببریم. اینطور نخواهد بود که یه طوری کاملا به کمال برسه بعد ما فکر بکنیم که حالا مثلا چه میدونم از لحاظ تجربی موندیم اینجا، این پایین بعد اینو فقط بالا ببریم. نه، خیلی وقتا این نیازمند این بده بسونه، به خصوص اینکه ما سرکار داریم با سیستم‌های پیچیده کوانتومی. خیلی وقتا این پدیده‌هایی باهاش مواجه میشیم که برای فهمش بعد برگردیم تئوری رو خوب بهتر بفهمیم و دوباره از اونجا کمک بگیریم، برگردیم دوباره تو آزمایشگاه ببینیم چه اتفاقی داره میفته. این تقسیم بندی رو به نظر من میشه به طور کلی بهش فکر کرد، جای دیگه هم البته، ولی خب در حال حاضر فعلا ما توی ایران این فقط این بخشی رو داریم که بیشتر تئوریه. اگر من سوال شما رو جواب داده باشم. خیلی پس به نظر شما رشد کشور ما توی این زمینه چطوریه و ما چه ابزارهایی رو فراهم کردیم واسه اینکه توی این حوزه پیشرفتهایی داشته باشیم؟ این سوال من جواب بدم؟ بله، در ادامه صحبت های خودتون. پیشرفتهای خیلی خوبی اتفاق افتاده. خب بالاخره الان گروه های تحقیقاتی خوبی داریم توی ایران که از نظر تئوری خیلی کارهای خوبی انجام دادن، تونستن به عنوان یک پایه، به عنوان یک به قول معروف عضوی از این کامیونیتی بزرگ اطلاعات کوانتومی در سطح بین المللی
شناخته بشن و این نکته خیلی مهمیه. تبادل دانشجو وجود داره البته بیشتر از این سمت، ولی خب بالاخره ارتباط هست، این ارتباط به وجود اومده و این زحمت هایی که تو این 20 سال 30 سال اخیر کشیده شده تو این زمینه بالاخره تاثیرگذار بوده. اما از نظر تجربی، از نظر این که عرض میکنم ما بخوایم اینا رو به کار ببریم، تبدیل به چیز بکنیم، به نظر من توی سطح دانشگاهی اتفاق چشمگیری نیفتاده، رسماً هنوز اتفاقی نیفتاده. یک سری فعالیت هایی بوده که بیشتر برمیگرده به سری مؤسسات خاص که اینها خارج از حوزه دانشگاهی هستن، ولی اینکه توی دانشگاه چه اتفاقی توی این زمین افتاده باشه، اینکه دقیقاً ما بتونیم به قول معروف به عنوان یک گروه شناخته شده تجربی توی ایران ازش نام ببریم فعلا نداشتیم، ولی امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته. گروه های تئوری خوبی داشتیم که شناخته شده هستن عرض کردم، ولی از نظر تجربی این نه، اینطور به اون صورت نبوده، چون به هر حال نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی هست. البته نه به اون اندازه هنگفت که بخواد شما یک شتاب دهنده بسازید یا نمیدونم زمینه های کارهای دیگه بکنید که توی چیزهای دیگه میکنن، فیدهای دیگه مورد نیازه، ولی به هر حال یک سرمایه اولیه نیازه و مهمتر از همه یه فکر خوب، یه فکر کاملا باز و چیز در برگیرنده همه چیز، نه یک بود. بسیار سپاسگزارم. ببخشید من یک سوالی رو میخوام اینجا جواب بدم. بفرمایید آقای دکتر. من پیشنهاد کنم همین سوالاتی که نوشتن سوالات خوبیه، اینا رو نگاه بکنیم و هر کدوم که میتونیم جواب بدیم و شفاهی جواب بدیم. بهتر. بله بفرمایید. یک سوال هست که ساله هم جواب داد، من هم میخوام راجبش صحبت بکنم، این سوال رو اینجا الان پیدا بکنم. آها بله، که گفته شده که بعضی از گرایش‌های فیزیک به پیشرفت‌های شگرفی رسیدند و سابقه طولانی در پژوهش‌های علمی دارند و تقریبا اکثر قله‌هاش و مجهولاتش رو کشف کردند. آیا از دید شما اساتید از این رشته گرایش محاسبات کوانتومی به این بلوغ رسیده یا هنوز اول راه است؟ خب این سوال دو قسمت داره. قسمت اولش که من باهاش مخالفم، یعنی هیچ رشته علمی شما نمیتونید بگید که به قله‌ها رسیده. همیشه در واقع هر موقع ما پیشرفت می‌کنیم در هر رشته‌ای مجهولاتمون بیشتر میشه، نه معلوماتمون. ما تازه میفهمیم که دایره مجهولات چقدر بیشتره و وسیع‌تره. بنابراین واقعا نباید هیچ وقت فکر کنیم که یه رشته به بلوغ رسیده و دیگه کاری درش نمیشه کرد. و نکته دوم اتفاقا این که یک گرایشی در اول راه باشه تازه بهتره، به این معنی که مسائل آسون درش وجود داره که شما میتونید زودتر سوار اون قطار بشید و حل بکنید، تا اینکه رشته‌ای باشه که سالها از عمرش میگذره و مسائلی که باقی مونده مسائل خیلی سخته. بنابراین این دو تا مسئله با هم باید از هم تفکیک کرد. متاسفانه میشه گفت که محاسبات کوانتومی همون اوایلش مسائل آسون درش وجود داشت، الان مسائلش دیگه به اون آسونی نیست. این یک سوال. سوال دومی که می‌خواستم بهش بگم، بهش بپردازم، این بود که آها گفتن که احمد پرسیده، گفته که لطفاً به بازار کار و آینده کاری این رشته هم بپردازید، که من فکر میکنم که واقعاً هیچ وقت یک دانشجو در این سن و سالی که شما هستید وقتی میخواد کاری بکنه بهتره که اصلاً به این مسائل بازار کار اینا فکر نکنه، ببینه که زیبایی های اون رشته آیا جذبش میکنه یا نه. اگه زیبایی های علمی اون رشته جذبش میکنه کاملاً فرو بره در اون رشته، غرق بشه در اون رشته، مسائل بازار و کار و اینها بعداً خودش حل خواهد شد. این هم یک مسئله. یک چیزی هم پرسیدند آقا یا خانم هاشمی پرسیده که پس شبیه سازی کوانتومی خیلی شبیه به همون موضوع استفاده از اطلاعات کوانتومی برای فهم کوانتوم است، آیا این برداشت درست است؟ که میخوام بگم که منظور این نبود واقعا. ببینید شما مثلا یک مسئله میخواید در کوانتوم فیلتوری حل بکنید، در فیزیک ذرات بنیادی حل بکنید، وقتی میخواید چنین مسئله ای رو حل بکنید شما مجبورید که از نظریه اختلال استفاده بکنید، چون هیچ راه تحلیلی وجود نداره برای اینکه مسئله به طور کامل حل بکنید.
استفاده از نظر اختلال هم نیازمند این هست که شما هزاران دیاگرام فاینال رو بتونید محاسبه کنید و با هم دیگه جمع بکنید. بنابراین به جای این حل‌های تحلیلی و تقریبی شما ممکنه که بتونید خود اون سیستم رو شبیه سازی بکنید در یک شبیه ساز کوانتومی و یک مرتبه جواب رو بگیرید به صورت غیر اختلالی. بنابراین شبیه سازی کوانتومی فقط فهم کوانتوم مکانیک نیست، بلکه کمک هست برای حل مسائلی که در دیگر رشته های فیزیک وجود داره، حل مسائل بنیادی به روش های کاملا نو، روش هایی که ما تا الان ازشون هیچ گونه اطلاعی نداشتیم. درست بخواید مقایسه کنید، رابطهش مثل مثلا اختراع هندسه تحلیلی در مقایسه با هندسه مثلا اغلوس، یا یک استپ مثلا فرض کنید بخواید دوباره مقایسه بکنید، یک استپ بالاتر از فرض کنید برنامه نویسی عددیه که حالا ارتقا پیدا کرده به شبیه سازی در حالت کلاسیک. منظور شد این چیزیست. خب من فکر کنم جواب دادم به این سوالاتی که به نظرم میرسید. من میتونم یه چیزی به شبیه سازی اضافه کنم؟ بله حتما. در حقیقت تو راستای صحبتی که دکتر کریمی پور کردم، فقط برای اینکه یکی دوتا مثال حالا خاص صنعتی بزنم که اینا انگیزه هایی هم هست برای خیلی از کمپانیایی که الان دارن پول میگیرن که روی این حوزه کار بکنن. یکیش چیزه، حالا ایده های اولیه که اصلا توی شبیه سازی کوانتومی وجود داشت، یکی از ایده های اصلی درک بهتر ابررسانه دمای بالا بوده. یعنی ما بتونیم به صورت تحلیلی، حالا تحلیلی که میگم یعنی با شبیه سازی کوانتومی، بتونیم مهندسی کنیم ابررسانه های دمای بالایی درست بکنیم که بتونن تو دمای بالا مثل دمای مثلا اتاق بتونن کار بکنن. این یه نکته است. مثال دیگه‌ای که وجود داره که مربوط به شیمی کوانتومی میشه، مثالایی هن که شما معمولا مولکولای پیچیده رو نمیتونین به صورت تحلیلی حلشون کنین چون درجه آزادی‌هاشون زیاد، این درجه آزادی کوانتومی سیستم به صورت اکسپوننشیالی بزرگ میشه و غیره. الان یه مقدار زیادی داره تو این حوزه فعالیت میشه که اینها رو ساده‌سازی کنیم و با کامپیوترهای کوانتومی که موجود هست بتونیم اینا رو بهتر درکشون کنیم. و حالا باز دوباره کاربردهایی که اینجاها ذکر میشه، پیدا کردن رادیو پیدا کردن داروهاییه که شما در حقیقت مهندسی میکنین دوباره که من چه چیزایی رو کنار هم بذارم، چه المانایی رو با هم دیگه قاطی بکنم که مثلا فلان دارو درست بشه، یا مثلا فلان نوع خاص پلیمر اگه بخوام درست بکنم حالت استیبلش چجوری خواهد بود، من اینو مهندسی کنم که اینا رو بتونم درست بکنم. کاربورد هایی که برای شبیه سازی کوانتومی خیلی وقتا ذکر میشه میتونه در این سطح هم مربوط به چیزهای نزدیک به صنعت باشه. اگه چیز نیست من یه دونه سوال دیگر هم جواب میدم. یه سوال پرسیده شده بود که تو رشته های کنکور، نمیدونم تو دفترچه یا رشته های کنکور این نیستش. من یه نکته رو بگم، من موقعی که خودم فیزیک رو انتخاب کردم، من میخواستم برم نانو تکنولوژی، یعنی دبیرستان که بودم، و اون موقع این رشته توی دفترچه نبود. من رفتم فیزیک به خاطر اینکه فیزیک این خوبی رو داره که بتونی قابلیت رو میده که خیلی گرایش ها رو بده. حالا کار ندارم که من بعد از اینکه رفتم فیزیک فهمیدم که خیلی نانو تکنولوژی دوست ندارم، رفتم سراغ موضوعات دیگه. ولی علل اصول یکی از جاهای خیلی خوبی که میتونین شروع بکنین فیزیکه، مخصوصا به خاطر اینکه یکی از ملزومات اصلی این حوزه درک خوب و قوی از کوانتوم مکانیک کوانتومی هست. فیزیک یک نقطه خوبیه برای شروع کردن این. البته من میخواستم اقدرش به این سوال داشتم جواب میدادم صادق شروع کرد گفتی این، فکر میکنم این که مثلا اگر بخوان توی دفترچه انتخاب بکنن، چون فرق میکنه بعضی دانشگاه گرایش وجود داره، یعنی این که مثلا گرایش حالت جامد و ذرات بنیادی، بعضی دانشگاه مثل دانشگاه شریف فکر میکنم گرایشی نیست، دانشجو بدون گرایش میتونن وارد بشن و بعد انتخاب بکنن. این بستگی داره، بستگی به اون دانشگاه داره. بعد نگاه بکنید اون دانشگاهی که مد نظرتون، اون شخصی که میخواید باش کار بکنید تو این زمینه کار میکنه،
توی کدوم یکی از این گروه ها قرار داره، چون این دستبندی ها تو بعضی از دانشگاه ها وجود داره، باید و یه قوانین خاصی هم مربوط هست به اون دستبندی ها، اینا رو شما باید راجبش اطلاع کسب بکنید، بسته به اون که این دانشگاه کجاست، کدوم دانشگاه فکر میکنم متفاوت بشه. بسیار سپاسگزارم. من یه سوال میپرسم از سوالاتی که آماده کرده بودیم. آقای دکتر وحید کریمی پور، مقدمات علمی و فنی لازم برای ورود به این گرایش چی هستن؟ درسای اصلی ارائه شده و نشده توی مقطع کارشناسی چی هستن؟ و مهارت‌های جانبی، توانایی محاسباتی و کار کردن با نرم افزارهای خاص چی هستن توی این حوزه؟ ببینید، در دوره لیسانس تنها کاری که به نظر من یک دانشجو باید بکنه این است که سعی کنه هرچه عمیق‌تر و هرچه وسیع‌تر درس‌های فیزیک رو بخونه، به خاطر اینکه اون زیربنا و مبانی فیزیک رو خوب و عمیق یاد بگیره. بعد در دوره فوق لیسانس وقتی وارد شد، حالا بسته به اینکه به چه رشته علاقه پیدا می‌کنه، می‌تونه از اون بک‌گراند استفاده کنه. بنابراین اگر از من بخواید، من میگم که در دوره لیسانس فقط و فقط سعی کنید که مبانیتون رو قوی بکنید، هرچه بیشتر در فیزیک و ریاضیات. و اما این سوال به نظرم یک سوء تفاهمی درش هست. همه فکر میکنن که باید یک نوع برنامه نویسی بلد باشن برای اینکه به این رشته وارد بشن. اینطور نیست. برنامه نویسی برای هر رشته‌ای در فیزیک خوبه و مفیده، ولی اینطوری نیست که محاسبات کوانتومی یا اطلاعات کوانتومی توجه ویژه‌ای به برنامه نویسی داشته باشه. من خودم خیلی کم برنامه نویسی بلدم، بقیه دوستان ممکنه خیلی بیشتر بلد باشن، ولی این اشتباهی که شما فکر میکنید وقتی مثلا ما از رایانش کوانتومی صحبت میکنیم یا وقتی از شبیه‌سازی صحبت میکنیم به همون شکلی صحبت میکنیم که در دانشکده کامپیوتر هست، این چنین چیزی درست نیست واقعا. بسیار متشکر. در ادامه همین توضیحاتی که فرمودید، به نظر چه تصویر رایج غلطی در ذهن عوام در مورد این حوزه وجود داره؟ همین که گفتم دیگه، یعنی این که فکر کنید این رو برنامه نویسیه، یک نوع مثلا کار کامپیوتری، اینطوری نیست واقعا. اتفاقا تصور غلط های دکتر، تصور غلط مقابلت سریعتر از نور، مثل خیلی چیزایی که حتی مسئولین کشوری هم خیلی وقتا تو تلویزیون گفتن. بله، اگه بخواید به صحبت مسئولین کشوری استناد بکنید که همش پرتزون، ولی اتفاقا جنبه های معرفت شناسی و فهم جهان و فهم طبیعت و قوانین بنیادی در اطلاعات کوانتومی بسیار بسیار قویه. اینطور نیست که مسئله صنعتی باشه، اصلا اینطوری نیست. اگه کسی علاقمند باشه میتونه بیاد به این جنبه ها بپردازه و تمام عمرش رو صرف این جنبه ها بکنه. من اگر یه توضیح وقت داشته باشم، اجازه داشته باشم عرض کنم. بله بفرمایید. تو همین راستایی که صحبت شد، ببینید یه چیزی توی ذهن فیزیکدان ها وجود داشت به طور سنتی، این برداشت منه البته، که ما دوتا ذره رو بفهمیم چی میشه، سه تا ذره رو میفهمیم، چهار تا ذره رو میفهمیم، پنج تا ذره رو میفهمیم، تا بگه بقیه مسئله دیگه حساب کتاب بشینیم با هم ذره تقسیم بکنیم ببینیم چی میشه. کار من اینه که به شما بگم این دوتا ذره به هم خوردن، این چه اتفاقایی ممکنه بیفته. حالا دوتا شد سه تا، سه تا شد چهار تا، علل قاعده این نیروها وجود داره، این قوانین وجود داره، برید حساب بکنید. سوالی که اینجا مطرح شد و اتفاق خیلی بزرگی بود که تو قرن بیستم افتاد و فیزیکدان‌ها بخش خیلی زیادی این اتفاق‌ها رو از دست دادن به خاطر اینکه سرگرم خیلی هیجان زده و سرگرم اتفاقایی که داشت توی سرن و جای دیگه می افتاد بودن، این بود که علم اطلاعات پدید اومد. علم اطلاعات حرف خیلی بزرگی می‌زنه. علم اطلاعات چیز
تا این حد بزرگه که خیلی از فیزیکدان ها دهه 60-70 فکر کردن که اساسا باید فیزیکو بر اساس علم اطلاعات بنا بکنیم، به این حد رسیدن. امثال ویلر به این اعتقاد داشتن و خیلی دستاوردهای خیلی بزرگی داشت. این چیزی که امروز وسیله ارتباطی بین من و شماست نبود اگر علم اطلاعات رو شنون اون زمان پایگذاری نمی کرد. ولی از اهمیت خیلی بزرگ این، بذار یه مثال بگم که بعداً حالا منجر شد به علم کامپیوتر و پیچیدگی محاسباتی و امثال هم خیلی اتفاقای بزرگ دیگه. بذار یه مثال من خدمتتون عرض بکنم. ما ناظر به همین چیزی که صحبت هم باش شروع کردم، میگیم دوتا ذره، دوتا شد سه تا، سه تا شد چهار تا و میتونیم همه چیز رو توصیف بکنیم دیگه، بر ما مسئله مهم نیست. اما واقعیت این همه داستان نیست. بعدها سالها بعد اومدن مردم این فکر کردن که گفتن خب اگر شما بخواید واقعا این محاسبات رو انجام بدید، یعنی از دو برید به سه، از سه برید به چهار، چهار به پنج، همینجور الی بالاتر سیستم بزرگتر بکنید، چقدر پیچیدگی مسئله زیاد میشه. شما میتونید بگید واسه پیچیدگی یعنی چی؟ من نمیفهمم، حساب میکنیم دیگه. یه تعریفی براش وجود داره، شاید خیلی عامیانه بهش بخوایم نگاه بکنیم و اون اینی که چقدر زمان باید صرف بکنید برای اینکه این محاسبات انجام بدید. جواب این مسئله میتونه واقعا ذهن آدم رو چیز بکنه، تکون بده. اینی که ما مثالهایی تو فیزیک داریم، که وقتی ابعاد این سیستم میرسه به ابعاد مثلا 40-50 تا ذره، شما برای اینکه اینو بتونید همون قوانینی که بلدید براش رو فیزیک داره بهت میگه به کار ببری و این سیستم رو توصیف بکنی، به اندازه کل عمر دنیا باید زمان صرف بکنید تا این محاسبات انجام بدید. ما با عنوان فیزیکدان آیا کارمون توصیف دنیا هست یا نیست؟ برای ما میخوام بفهمیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته یا نه. خب وقتی که من نمیتونم سیستم 40-50 تا ذره رو در عمل رو کاغذ بنویسم و فقط من میتونم از نمیدونم برهم کنش های بنیادی و امثال هم صحبت بکنم، این چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ حالا چه برسه به اینکه شما سیستم های مواد خیلی خاصی رو بخواید بررسی بکنید که اینها 10^10 30-40 تا ذره توشون هست همونطور که میدونید. خب موضوع اینه که اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که اگه بخوایم این سیستم ها رو توصیف بکنیم، عملا کامپیوترهای کلاسیک ما جواب نمیدن. نه اینکه این ابزار به درد نمیخوره، بریم مثلا نمیدونم سی پی یو مون سرعتش کمه، سرعتش رو زیادتر بکنیم، یا نمیدونم چند تا هسته بذاریم کنارش، یا نمیدونم کلاستر بکنیم، یه چیزای دیگه از این دست. موضوع تکنیکال نیست. موضوع اینه که به این نتیجه رسیدن که اساسا این روش محاسباتی کار نمیکنه، به این معنا که زمانی که نیاز هست برای توصیف این سیستم ها به صورت نمایی داره زیاد میشه. اینجا اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که مردم به این فکر افتادن خب اگر ما حالا از همین سیستم های پیچیده تحت کنترل استفاده بکنیم که شکل خیلی قابل کنترل شده و تر و تمیزش میشه، یه کامپیوتر کوانتومی که بخواد هر کاری که شما دلتون بخواد رو انجام بده، خیلی به قول معروف ساده شده دارم صحبت میکنم، این میتونه این کار رو انجام بده برای شما، سیستم های پیچیده رو براتون توصیف کنه و شبیه سازی بکنه. این یه نیاز واقعا، همونطور که دکتر رئیسی هم چند تا مثالش رو مطرح کردن. ولی اینکه این چرا نیاز شد، اینکه چجوری این نیاز فهمیده میشد، یه دیدی خارج از فیزیکه. این چیزیه که اتفاقا اگر چیزی تو اطلاعات کوانتومی به نظر من وجود داره که این از اون دید نظریه اطلاعات و علم کامپیوتر میاد، به نظر من داره اهمیت قضیه رو، اهمیت فیزیک رو داره نشون میده. برای چی؟ برای اینکه داره به شما میگه اگه فیزیکتون فیزیک کوانتوم باشه یا فیزیکتون فیزیک کلاسیک باشه، توان محاسباتیتون فرق میکنه. این حرف خیلی بزرگیه. این که این حرف رو ما چطوری میتونیم بفهمیمش، این چیزیه که یکی از موضوعات مورد بحث اطلاعات کوانتومیه. این که قانون فیزیک من چی باشه، این
نقش داره مهمه توی توان محاسباتی. این مسئله‌ایه که به اصطلاح انگیزه خیلی قوی ایجاد کرده برای اینکه مردم بیان سرمایه گذاری بکنن، بریم سیستم‌های پیچیده کوانتومی بسازیم، کنترلشون بکنیم برای انجام این کارها. و به نظر من باید این رو در نظر گرفت که اینجا با یه دید وسیع‌تری داره به فیزیک پرداخته میشه، با یه دید عمیق‌تری، همون مطالبی که صرفاً برای یک سری محاسبات خاص یا یک سری آزمایش‌های خاص تو فیزیک فقط بهش پرداخته میشد در کوانتوم مثلا از 1927 صدای من میاد؟ صدای دکتر رحیمی هستش، فقط فکر کنم دکتر کریمی‌پور صدا رو ندارن. نه من الان هستم دیگه، نمیدونم صدا تو من صدای دکتر رحیمی رو دارم. نه آره من صدا تو رو دارم. این چیزیه که به نظر من داره یک جنبه دیگه به فیزیک باز میکنه و این جنبه میتونه راهگشا بشه تو آینده، کما اینکه خیلی ها از این اپروچ، از این دیدگاه دارن استفاده میکنن در های انرژی فیزیکس، یه سری مسائل اونجا حالا با اون دیدگاه بسنجن و بررسی بکنن. و این در کنار این به قول معروف دستاوردهای عملی باید دیده بشه، مورد توجه قرار بگیره. میشه من یکی دوتا مثالم بزنم از این حالا کشف فهمیایی که راجع به کوانتوم و کوانتوم اینفورمیشن وجود داره؟ بله بفرمایید، خیلی ممنون. یکیش اینه که احتمالا خیلی جاها شاید شنیده باشین که میگن که حالا تو کوانتوم مکانیک یه توپ میتونه همینجا باشه همونجا باشه، یه نفر میتونه همینجا باشه همونجا باشه. این یکی از مثالاشه. یا اینکه مثلا حتی یه الکترون میتونه با اون درک کلاسیکمون این تطابق نداره. شما وقتی اندازه‌گیری انجام میدین توی مکانیک کوانتومی هم شیخ دارین اندازه‌گیریش میکنین، اگه مثلا یه الکترونه این یا اینجاست یا اونجا، فقط توصیفی که ما بهش نسبت میدیم قبل از اندازه‌گیری یک توصیفیه که میتونه به اصطلاح متمرکز نباشه، میتونه جایگزیده نباشه. من خودم خیلی اینو دیدم، دوباره تو تلویزیونم دیدم که مردم اینو میگن که آره یه چیزی همینجاست هم جای دیگه. یا یه مثال دیگه ای که میزنن اینه که اطلاعات با سرعت بیشتر از سرعت نور شما میتونین مخابره کنین. دوباره این هم اشتباهه، ما اثبات دقیق داریم که شما با اطلاعات کوانتومی با ابزارهایی که مکانیک کوانتومی در اختیارتون قرار میده نمیتونین سیگنال هایی رو با سرعت بیشتر از سرعت نور بفرستین. یا بعضا من اینو شنیدم که مکانیک کوانتومی نسبیت رو نقض میکنه. تا الان شاهدی بر این مدعا نداریم که کوانتوم مکانیک جایی متناقض باشه با نسبیت. حالا این سه تا مثال من همینطوری الان به ذهنم میرسه، نمیدونم، ولی فهمو زیادن. من یه نکته اضافه کنم به صحبتایی که دکتر رئیسی کرد، نمیدونم صدای من میرسه یا نه. بله. به هر حال این مسئله سوپرپوزیشن که یک در کوانتوم مکانیک یک ذره میتونه در دو حالت متفاوت باشه، یه مسئله خیلی خیلی مهمیه که سوالی که الان واقعا مطرحه و آزمایش‌های خیلی زیادی روش داره انجام میشه این است که این سوپرپوزیشن تا چه حدی وجود داره. همطور که دکتر رئیسی گفت، ما نمی‌بینیم در دنیای ماکروسکوپی که یک جسم همینجا باشه همونجا، یا مثلا یک توپ پینگ پونگ. حتی مثال خیلی معروفش همین چیزی که بهش میگن گربه شرودینگر. اگه شما کوانتوم مکانیک رو بگیرید، اصول موضوعش رو بگیرید و اینو تعمیم بدید، میتونید آزمایشی رو به اصطلاح تصور بکنید که در اون یک گربه در حالت هم زنده است و هم مرده، اگه کوانتوم مکانیک کاملا تا مقیاسای بالا وجود داشته باشه. بنابراین سوال این هست که سوپرپوزیشن یا برهمنهی در چه مقیاسی وجود داره و بعد از اون شکست نمیشه؟ آیا همونطوری که ما ادعا بدیم همواره وجود خواهد داشت یا نه؟ و اینو واقعا دارن آزمایش میکنن. الان ما میدونیم که این آزمایش دوشکاف و خاصیت موجی ذرات نه تنها در مورد الکترون بلکه در مورد مولکول های درشت هم وجود داره، مولکول های چند ده هزار برابر هیدروژن هم وجود داره. و الان آزمایش دارن انجام میدن در فضای خارج از جو که جاذبه وجود نداشته باشه،
و این آزمایش دو شکاف انجام بدن. از اون موضوعات خیلی جذابیه که گفتم در حوزه فهم کوانتوم مکانیکه و فهم این قوانین دنیا. یک سوالی در اینجا خیلی تکرار شده که مرکز فناوری کوانتومی ایران چیه و بر روی چه مسائلی کار میکنن و الی آخر. فکر کنم 3-4 بار این سوال تکرار شده. یک چیزی که در کشور ما، در فرهنگ ما رایجه، در لفاف صحبت کردن و با کنایه صحبت کردن و مبهم صحبت کردن و دوپهلو صحبت کردن. من میخوام این چیزها رو کنار بگذارم و خیلی صریح صحبت کنم برای دانشجوها در این مورد. هر مرکزی رو که شما میخواید بشناسید، شما رجوع کنید به اون وب پیجی که اون مرکز داره و بعد با دقت نگاه کنید ببینید آیا اون مرکز محصولی ارائه کرده یا نه. این محصول میتونه مثلا مقالاتی باشه در مقیاس بین المللی یا مثلا آزمایش هایی باشه که برای اولین بار انجام شده باشه و ریپورتش در یک مرجع بین المللی مورد تایید قرار گرفته باشه، نه در صدا و سیما، نه در کیهان، نه در رسانه های داخلی. بنابراین یا یک مرکزی کار تئوریک میکنه، مقالاتش در مجلات بین المللی منتشر شده و ریپورتش در اونجا هست، شما میتونید کلیک کنید و این مقالات رو ببینید، یا اینکه کار تجربی کرده و این ریپورت تجربی در یک مجله بین‌المللی منتشر شده. چون آزمایش تجربی فقط وقتی معتبره که یک کسی بتونه تکرارش کنه و بتونه تاییدش بکنه، نه اینکه خبرنگار صدا و سیما بیاد اینو بگه که بله ما فلان کردیم و بهمان کردیم. شما به این وبسایت مرکز مراجعه بکنید، وبسایتش خیلی معلوم نگاه کردم، چیزهای ترویجی برای عامه مردم درش هست، یعنی یک عالمه مقالات کوتاه عامه پسند درش وجود داره، ولی چیزی که نشان دهنده کار حرفه‌ای در این مرکز باشه من ندیدم. شما ولی خودتون برای هر مرکز این ملاک رو میتونید به کار ببرید. متاسفانه در جامعه ما به خاطر اینکه هیچ چیز سر جاش نیست ولی یه مقدار زیادی بودجه وجود داره که این بودجه به طور کاملا نادرستی پراکنده میشه در مسائل مختلف، ممکنه که این طرف اون طرف از این به بعدم تشدید خواهد شد، مراکز مختلف پاپ بکنن همینطوری به وجود بیان، مراکزی که پول دارن ولی داره تخصص کافی و شایستگی علمی کافی برای اون کار نیستن. حالا من بدونی که واقعا قضاوتی در مورد این مرکز فناوری کوانتوم ایران بکنم، فقط به شما این راهنمایی میکنم که شما وارد این وبپیج بشید و ببینید که چه چیزی میبینید. من صحبتم تمام شد، حالا بعد دوباره سوال دیگر اگر بود. سپاسگزارم. آقای دکتر رحیمی، برای شما چقدر امکان همکاری با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی خارج از کشور وجود داره و شما خودتون چجوری شروع به همکاری کردید با اونا؟ حقیقتش این یه مقدار بستگی داشت، متفاوت بود ممکنه باشه، از این جهت که خب من تحصیلاتم رو بیشترش رو خارج از ایران بودم، خب این ارتباط رو تو دوره تحصیلی پیدا کردم و سعی کردم بخشش رو حفظ بکنم تا اونجایی که ممکنه. این تجربه شخصی منه که اینجوری شکل گرفت. حالا ولی الزاماً این تنها راه نیست که حتما به قول معروف یک استادی باید تحصیلات خارج از کشور داشته باشه تا بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. عرض کردم توی صحبت قبلی من که امروز ما با یک فرآیند دست جمعی روبرو هستیم که بلا فاصله میتونیم در عرض چند ثانیه خبردار بشیم از مقالات جدیدی که تو اینترنت قرار میگیرن. شما میتونید بلافاصله بخونید، شما میتونید با اون آدما بلافاصله ایمیل بزنید، میتونید قرار بذارید از طریق اسکایپ صحبت بکنید، میتونید توی جلسات شرکت بکنید، خیلی اتفاقی از این است. خب این ابزارالاتی که الان داریم و قبلا نبوده خیلی شرایط رو تغییر داده به نظر من توی همه جا و این میتونه خیلی به راحتی مورد استفاده قرار بگیره. اما خب واقعا یه سری مسائل مشکلاتی هم هست که نمیشه ازشون صحبت نکردیم که از لحاظ اقتصادی با توجه به شرایط فعلی
محدودیت های وجود داره که این محدودیت ها شاید یه دوره تو گذشته کمتر می بوده، ممکن هم هست تو آینده تغییر بکنه وضعیت، ولی فعلا با این مشکلاتی که وجود داره، این قیمت دلار رو نمیدونم امکان چیزای دیگه که هست، خب رفت آمد خیلی سخت‌تر شده نسبت به گذشته و این تا یه حدی تاثیر خواهد گذاشت. این چیزی فارغ از این موضوع اطلاعات کوانتومی، البته تو همه بخش ها این موضوع وجود داره، ولی خب باید تلاش این باشه که تا اونجایی که ممکنه از راه‌های جایگزین مثل این ارتباطات اینترنتی و همساله هم استفاده کرد و این تا حد ممکنی مشکل رو به قول معروف کم کرد. نمیشه از بینش برد واقعا، چون فرق میکنه این که شما برید حضوراً رفت آمد وجود داشته باشه، بشه یک دانشجو رو سپورت کرد که بتونه توی کنفرانس شرکت بکنه، به طور حضوری اونجا باشه و با مردم ارتباط برقرار بکنه. این چیزیه که من خودم تجربهش کردم تو دوران تحصیلم و برای من خیلی خیلی تاثیرگذار بوده و اگر این بخواد حذف بشه از برنامه تحصیلی یک دانشجوی دکترا، خب به نظر من تاثیرش کم نیست. ولی این موضوع میگم موضوع کلیه و به قول معروف همه میدونیم دیگه. بسیار ممنون. یکی از سوالات رایجی که دانشجوها دارن اینه که امکان تحصیل در خارج از کشور و پذیرش گرفتن توی این گرایش چجوریه و چه مؤسسات و کشورهایی توی این حوزه مطرح هستن. آقای دکتر رئیسی اگه امکانش هست برامون یه مقدار در این مورد توضیح بدید. من فکر کنم برای اپلای بهتر از سال بالاییتون که اپلای کردن بپرسین، اونا اطلاعاتشون بروزتره. جاهایی که تو دنیا تو این حوزه خوبن زیادن الان، خب تو اروپا، آلمان چند تا ماکس پلانک هست، مثل ماکس پلانک مونیخ که کوانتوم اپتیک کار میکنن، برلین، اولم هستش که مارتین پلنیو کار میکنه، خیلی زیادن. به نظرم اول بعد یه مدار حالا شاید به موضوعی که و آدمایی که اونجا کار میکنن نگاه کنید. آمریکای شمالی رو نگاه کنین، تو خود ایالات متحده که دانشگاه‌های خیلی زیادی هستن، توی کانادا دانشگاه کلگری مؤسسه داره، IQC توی واترلو هستش، دانشگاه تورنتو مؤسسه قوی داره. فکر کنم اینا رو بهتره از بچهای سال بالاییتون باز دوباره بپرسیم ببینین که وضعیت پذیرش گرفتن چطوریه. جان خیلی زیاد است، در اتریش، در انگلستان، در ایتالیا، در خیلی مرکز خیلی زیاده. یعنی از لحاظ جا هیچ گونه کمبودی وجود نداره. صادق یک سوالی پرسیدن، میتونه خیلی تو میتونی توضیح بدی در مورد ماشین لرنینگ و ارتباط با کامپلکس سیستم و اینها. آره، این یکی از حوزه‌هایی که ما تو گروه خودمون کاملا تمام خواستم اینا پیشنهاد بدم که شاید یکی از سوالای خوبی که بتونین بپرسین اینه که همکارا حوزه‌های پژوهشیشون رو توضیح بدن، شاید این براتون جذاب باشه. ولی یکی از مسائلی که من تو گروه هم کار می‌کنیم همین یادگیری ماشین کوانتومی و یادگیری ماشین به صورت کلیه. این حوزه هم اینطوریه که باز دوباره خودش چند قسمت داره. دو قسمت اصلیش، یکیش درست کردن الگوریتم‌های کوانتومی برای مسائل یادگیری ماشین کلاسیک هست و دوباره دنبال این بگردیم که یه سری از مسائلی که توی یادگیری ماشین کلاسیک حالا به خاطر انبوه داده ها یا چیزهای شبیه این ممکنه وقتگیر باشن ما سریعتر انجام بدیم. یه مثالیش که بسیار سنتی میزنن مسئله PCA که یه قطری کردن ماتریس داره که شما علاوه با ماساکاتو میتونید سریعتر انجامش بدیم. و یه سمت دیگه‌اش استفاده کردن از روش‌های یادگیری ماشین هستش برای درک بهتر یا حل کردن یه سری از مسائل توی محاسبات کوانتومی که حالا باز دوباره توی این حوزه میتونیم به یه سری از مقالات خود گروه ما نگاه بکنین. و یه حوزه دیگه‌ای هم که باز الان یه مقدار چیز شده، خیلی جذاب شده، یه سری الگوریتم‌های ترکیبیه، یه سری الگوریتمایی که مثلا شما از یه سری از اپتیمایزرها استفاده میکنین توامان با یک کامپیوتر کوانتومی، یعنی یک چیز الگوریتمای هایبریدیه بین حالا
یه بخشش رو دارین محاسبه کلاسیک انجام میدین که نزدیک به یادگیری ماشینه، یه بخشش رو دارین با محاسبات با کامپیوتر کوانتومی تون انجام میدین. خیلی ممنون از شما. استاد کریمی پور، یکی از مسائلی که دانشجوها توی مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا حتی دکترا با مواجهن این موندن در محیط آکادمی هست، مثلا برای کسایی که به دانش‌های بنیادی مثل فیزیک علاقه دارن. خیلی غالبا بچه‌ها دوست دارن که توی محیط آکادمی بمونن و در کنار تحقیقاتی که انجام میدن دانش خودشونم به دانشجوهای دیگه منتقل کنن. به نظر شما یک دانشجو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تا بتونه توی این محیط باقی بمونه؟ به غیر از اراده و حالا خواست خدا، چه چیزایی میتونه نقش داشته باشه؟ فقط علاقه و ارادهش خیلی مهمه. واقعا باید علاقمند باشه کار علمی بکنه. ولی اگر به دنبال واقعا براش خیلی مهم باشه که رفاه داشته باشه و اینها، بعید نیست که به خاطر اون رفاه دست از فعالیت علمی برداره و جذب فعالیت‌های بشه که به هیچ وجه علمی نیستن. من خیلی از دانشجوها رو در دانشکده خودمون میشناسم و میشناختم که اینها وقتی وارد دانشکده شدن به هیچ چیزی کمتر از کشف مهمترین رازهای جهان قانع نمی شدند، ولی رفتن در امریکا و در اونجا شروع کردن به ادامه تحصیل در همون رشته‌های خیلی بنیادی عمیق، ولی بعد در محیط آکادمی نموندند و چون میخواستن حتما اونجا بمونند رفتن و جذب مثلا بانک شدن، جذب شرکت‌های بیمه شدن، جذب شرکت‌های کارگزاری دیگه شدن، فقط برای اینکه میخواستن از اون رفاهی که در اونجا هست بهره ببرن. بنابراین اگه آدم واقعا علاقمند به کار علمی باشه، حتما باید سعی کنه که خودشو وقف این کار بکنه و بدونه که به هر حال در این رشته میتونه یک زندگی خوب داشته باشه، ولی به هر حال اولویت رو باید بده به کار علمی. اون وقت در هر کجای دنیا میتونه کار علمی بکنه. و اگر خیلی علاقمند باشه به کار علمی، میتونه مثل این دوستانی که ما داریم در همینجا برگرده و هم به کشور خدمت بکنه و هم کار آکادمیک درجه یک. مهم اون دیدگیشن علاقه است. من میخوام یه چیزی اینجا اضافه کنم، ولی به لحاظ آماری من احساس میکنم یک اتفاقی که تو ایران میفته اینه که ما نمیتونیم این همه آدم داشته باشیم که علاقه به علم داشته باشن. خب یعنی من قبول دارم حرف دکتر کریم پور رو که یه عده واقعا علاقه مندن به علم و اینا واقعا بدون این، یعنی به جز این کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن، پذیرفتن که رفاهشون مثلا در مینیمم باشه و غیره. ولی واقعیت اینه که وقتی که به فضای ایران نگاه میکنی، ما خیلی وقتا خودمون رو گول میزنیم و فکر میکنیم که مثلا علم برای ما اولویته یا تحصیل برای، ولی در حقیقت وقتی نگاه میکنیم اینه که جامعه به ما یه چیزی رو تلقین کرده. مثلا تحصیلات عالی یکی از ایناست. توی ایران بچه‌ها تا وقتی که تو کارشناسی هستن فکر می‌کنن همه باید دکترا بگیرن. این یک چیزی که، یا مثلا وقتی ما انتخاب رشته می‌کنیم همه فکر می‌کنن بعد بیان مثلا چونم برق یا مثلا پزشکی، چیزای شبیه این. خب خیلی وقتا خودشون ممکنه خودشونو قانع کرده باشن که اصلا این واقعا اون چیزی که من دوست دارم، ولی واقعیت اینه که این تحت تأثیر اجتماعیه که توش زندگی میکنن و به همین دلیل به محض اینکه از این فشارها خارج میشن، وقتی از ایران خارج میشن متوجه میشن که این واقعا شاید اون چیزی نبوده که اقناعشون میکرده. برای اون دسته که واقعا این اقناعشون میکنه، اونا اصلا کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن. اما اینو میخوام بگم که اینو اگه به لحاظ آماری نگاه بکنین، ایرانو با بقیه کشورهای دنیا مقایسه بکنین، ما علاقمون به رشته های علوم پایه به طرز قابل توجهی بالاتر از بقیه جاها میفته، که حالا با توجه به اینکه من همه آدم ها رو توی، یعنی
یه همگنی برای جای مختلف دنیا فرض میکنم با یه فلکچویشن کوچیکی، این یکم غیر عادیه به نظر من. ما یه مقدار بیش از حد فکر میکنیم تو کارشناسی که همون فیزیک دوست داریم. خیلی ممنون دکتر رحیمی. شما آیا موردی هست که بخواید؟ یک سوالم پرسیدن، آیا کارهای سازمان انرژی اتمی در این زمینه ممکن هست برای ادامه تحصیل در این حوزه در مجامع بین‌المللی مشکل ایجاد کند؟ نمی‌دونم. ولی سوال مهمیه. سوالی که از من پرسیدید اینه که یه چیزی اگر میخوام اضافه بکنم در مورد این که حقیقتش من یه لحظه اینترنتم وسط قطع بود، سوال اصلی رو فراموش کردم، اگر ممکنه. بله، سوال اینه که توی این فضای پر رقابت آکادمی که غالب دانشجو حالا علاقه دارن که بمونن داخلش، یه دانشجو باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا بتونه به این مقام دست پیدا کنه؟ به نظر من باید ویژگی مهمی که داشته باشه این که بتونه خوب زندگی بکنه. این ویژگی باید وجود داشته باشه فارغ از این که شما چی کار میکنید، یعنی که بتونه حالش رو خوب بکنه، یعنی که بتونه به همه جنبه های زندگیش برسه، یعنی که بتونه یک انسان پر انرژی رو، شما میخواید یک آدم پر انرژی بیاد تو این زمینه کار بکنه، نه آدم ناراحت، نمیدونم، خیلی غمگینه. نه، خیلی اتفاقا میفته تو مسیر زندگی و اینکه شما باید اتفاقا اینجوری باشه که این کاری که شما انجام میدید حالتون رو بهتر بکنه. به نظر من، یعنی اگر شما دیدید که دارید فیزیک میخونید کمک میکنه به شما، فیزیک هر کاری دیگه، من نمیگم فقط اطلاعات و کوانتومی و فیزیک، به شما کمک میکنه آدم بهتری باشید، درست اومد؟ اگر به شما کمک میکنه که بهتر زندگی بکنید، سطح فکرتون و دیدتون رو شما رو داره بهتر میکنه، به نظر من درست اومدید. اما اگر اینطور نیست، هیچ رقابتی در کار نیست واقعا. به نظر من نمیشه رقابت گذاشت، نمیشه یک خط مسابقه تعیین کرد، یک جاده تعیین کرد که مثلا همه دارن تو اون جاده میدوئن. هزاران جهت وجود داره، هزاران راه وجود داره و هر کسی به قول معروف میتونه مسیر خودشو انتخاب بکنه و اون مسیر خوبه تا اونجایی که این آدم از اون مسیر لذت میبره و براش جالبه. چون اغلب اتفاقای بزرگی هم که توی علم، هنر، همه زمینه‌های پژوهشی انسانی کلن شکل گرفته، از این حس خوبیه که آدم نسبت به کاری که داره انجام میده به وجود اومده. به نظر من اینطور نگاه کردن، رقابت رو وارد فکر کردن، میتونه فشاری به زندگی آدم اضافه بکنه که در عمل اون بازدهی بعد از یه مدتی تحت تاثیر قرار بگیره و دچار مشکل بشه. این پدیده‌ای که آقای دکتر کریم پور راجبش صحبت کردن یه چیز مسئله کاملا جدیه. ما دانشجوی خیلی خوبی داریم، ولی خب به هر حال میرسن به جایی که فکر میکنن دیگه نمیتونن تو این زمینه. یعنی طرف هست که مثلا 4 سال 5 سال فوق العاده خوب کار کرده، اما به یه جایی میرسه میبینه که دیگه نمیتونه، چون تعادل زندگی از یه جایی به بعد از دست میره اگر از اول به فکرش نبوده باشیم. به نظر من این فیلد مثل هر فیلد دیگه ای یک آدم پر انرژی میخواد که از اون کاری که داره میکنه تو این فیلد لذت ببره و این نکته خیلی مهمیه. بسیار ممنون. سوالی که دوست دارم از همه اساتید بپرسم اینه که به نظر شما اصولا دوره ارشد چه جایگاهی در مسیر علمی افراد داره؟ اینکه آیا صرفاً نقش یک دروازه رو داره واسه ورود به دوره دکترا، یا اینکه مثلا دانشجو چه استفاده هایی میتونن از این دوره ببرن؟ آقای دکتر رئیسی با شما شروع میکنیم. راستش به اول سن بگم یکم فرق میکنه اگر که داخل باشه یا خارج از ایران، ولی حالا به صورت کلی
تو ایدئال قرار بوده که این دوره دوره‌ای باشه که بچه‌ها یواش یواش تشخیص بده، یعنی انتخاب بکنن که گرایششون قرار چی باشه. توی کارشناسی معمولا بچه‌ها یه سری آشنایی مقدماتی با موضوعات پیدا میکنن. تو ارشد قرار شما یه مداد دست به آتش بگیرین از نزدیک و ببینین که آیا واقعا اون موضوع موضوعی هستش که دوست دارین روش کار بکنین یا نه. اما برای بچه‌های ما معمولاً کاربرد ارشد متفاوته. برای بچه‌های ما اگه بچه‌ها دارن داخل کار میکنن، معمولاً یه مقداری میخوان که زمینه پژوهششون رو قوی بکنن که حالا اگه میخوان اپلای کنن یا بعد میخوان تو دکترا بمونن. برای بچه‌هایی که از ایران میرن خیلی وقتا این دوره دوره‌ایه که به این مسئله یه مقدار بازتر نگاه میکنن که آیا اصلا میخوان توی دانشگاه بمونن و مثلا دانش پیشه بشن یا نه. همین. بسیار ممنون. آقای دکتر کریمی پور، نظر شما در این رابطه چی است؟ استاد کریمی پور صدای ما رو دارید؟ در مورد اینکه دوره فوق لیسانس چه ویژگی میتونه داشته باشه یا چیزی شبیه به این فکر کنم؟ بله، چه جایگاهی در مسیر علمی افراد داره؟ اگر از من بپرسید، یک بازم میتونم بگم که یک دوره که دانشجو بک‌گراندش خودش رو تقویت میکنه در یک سطح بالاتر و خودش هم آماده میکنه برای اینکه روش تحقیق رو یاد بگیره، روشش رو تحقیق یاد بگیره. ولی واقعا در دوره دکتراست که کاملا وارد یک دنیای ریسرچ میشه و شروع میکنه به ریسرچ جدی، چون در دوره فوق لیسانس هم هنوز فرصت هست و تئوری ادوانس وجود داره و بعد هم مقاله خونه چگونه یک فیلدی رو ریویو بکنه، بفهمه که مقالات چجوری هستن، چطوری مقاله بنویسه، خیلی به صورت ابتدایی. ولی بعد در دوره دکتراست که واقعا خودش رو وقف کار میکنه. بنابراین در دوره فوق لیسانس و دکترا میتونه روی دو تا چیز متفاوت کار کنه. لزومی نداره که واقعا اگر دوره فوق لیسانس روی یک موضوعی کار کرد، در دوره دکترا هم مجبور بشه روی همون کار کنه. میتونه کاملا شیفت بکنه به یک چیز دیگری کار کنه. خیلی ممنونم. دکتر رحیمی، به نظر شما یا گرایشو باید اصلا توی دوره کارشناسی یا ارشد مجزا و پررنگ باشن یا بهتر این گرایشا تا قبل از دوره دکترا وجود نداشته باشن؟ والا ببینید، این موضوعی که در مورد این مطلبی که در مورد این گرایشا وجود داره اینی که اینها خیلی هاشون مرزبندی مشخصی با همدیگه ندارن. یک دو اینکه بعضی از این چیزایی که وجود داره شامل چیزای جدید نمیشن. البته مثلا اطلاعات کوانتومی چیز خیلی جدیدی نیست، الان روش بیشتر از 30 سال از عمرش میگذره، ولی باز توی این ساختار آموزشی ما خیلی شناخته شده نیست. اینی که در نهایت به نظر من خوبه از یه جهت که آدم با زمینه‌های مختلف تحقیقاتی آشنا بشه. و حالا که شما الان این جلسه رو دارید برگزار میکنید و دانشجو هستن این موضوع رو چیز بکنم، من خیلی چیز میکنم، تاکید میکنم که حتما دانشجوهایی که علاقه مندن آشنا بشن با زمینهای تحقیقاتی مختلف توی دانشگاهشون، توی اون دانشگاهشون که سمینارهای عمومی برگزار میشه حتما شرکت بکنن، ببینن مردم چیکار دارن میکنن. اگر سمینار تعدادش زیاد نیست حتما به سمینارهای ضبط شده توی اینترنت رجوع بکنن، اونها رو ببینن، یوتیوب رو نگاه بکنن. این خیلی کمک میکنه که شما آگاهی پیدا بکنید و در نهایت ببینید کدومی که از این گرایش ها بیشتر مورد نظرتونه. اما اینکه انتظار داشته باشیم یه دانشجوی کارشناسی سال دوم و سوم به این نتیجه گیری برسه که بگه من دقیقا میخوام همین گرایش رو ادامه بدم، به نظر من با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده شاید این ممکنه تصمیم خوبی بگیره، ولی به نظر من الزام کردن این کار درستی نیست. عقیده شخصی من اینه.
که حتما الان شما سال سوم هستی، بعد انتخاب بکنی بین این گرایش های مختلف و یه راهی رو، یه مسیر رو انتخاب بکنی و فقط اون رو ادامه بدی. ولی به نظر من آگاهی پیدا کردن از اینها میتونه دید آدم رو خیلی باز بکنه که در عمل چه کارهای صورت میگیره، محققین این فیزیکدان ها چجوری روزشون رو میگذرونن و چه مسائلی پیش روشون اینا کمک کننده است. خیلی خیلی سپاسگزاریم از هر سه استاد عزیز، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار گذاشتید. خب الان میخوایم بریم سراغ پرسش و پاسخهای عزیزانی که توی جلسه حضور دارن. از دوستانی که سوال دارن من خواهش کنم که دستشون رو بالا بیارن تا من میکروفون رو براشون فعال کنم و حالا اگه مایل باشن دوربین رو فعال کنم که چه بهتر، ولی خوشم شما اگه دستتون رو بالا بیارید و صوتی سوالتون رو بپرسید. بین این سوالی که اینجا نوشته شده من سعی کردم چند تاشو جواب بدم، ولی باز نگاه بکنین اگه احیانم نمیدونم، فکر میکنم توش هنوز سوالی خوبی به چشم میخوره، شاید اون افراد بخوام مطرح بکنن یا خودتون میتونید به جای اونا این رو به عنوان مثلا سوال شفاهی مطرح بکنید. یک سوال میکنی روی گرانش کوانتومی کار میشه یا نه، که جوابش مثبته کار میشه و اتفاقا زمینه فعالیت در مرز بین گرانش کوانتومی و اطلاعات کوانتومی هم زیاد هست از موضوعاتی که مطرحه. ممنون. بله شروع میکنم به پرسیدن پرسیدنی که توی چت باکس مطرح شده. آقای محمد رضایی پرسیدن که اگر بدون تعارف بود سه تا استاد داخل که توی زمینه اطلاعات کوانتومی استادن، جدایی از بحث آموزش که همه اساتید واقعا خوبن، از همه نظر میتونن به پیشرفت دانش کمک کنن، کدوم سه استاد رو انتخاب کردید برای کار کردن باهاشون؟ این سوالی نیست که ما بتونیم جواب بدیم، این سوال باید دانشجو بپرسه. دانشجو بتونه جواب بده. بله درست. پرسیدن که مراکزی که دانشجویان در ارشد می توانند تحصیل کنند کجاست؟ فکر می کنم این سوالو دکتر رحیمی هست در دانشگاه تهران که همین آقای دکتر صالح رحیمی هست. هست در دانشگاه باشه من این تلفن رو یکاش بکنم. در دانشگاه فردوسی مشهد هست، در دانشگاه کردستان هم هست. بیشتر به افراد مربوطه دیگه. در دانشگاه فردوسی مشهد آقای دکتر اخترشناس هست، در دانشگاه کردستان آقای دکتر سلیمی هست. در دانشگاه تهران هم که گفتم آقای دکتر سلیمی، آقای دکتر رحیمی هستند. دانشگاه اصفهان. دانشگاه شیراز. اپتیک کوانتومی کامپن دانشگاه شیراز آقای دکتر محمد حسین زارعی هستند که در مورد بله در مورد ارتباط مکانیک آماری و اطلاعات کوانتومی کار میکنن. بله فکر میکنم در همین راستا اگر یک مقدار راجع به حوزه تحقیقاتی خودتون دکتر کریمی توضیح بدید و بعدش هم دو استاد دیگه خیلی کمک کننده باشه. صدا هست؟ صدای منو دارید؟ بله دکتر کریمی قطع شده. من پیشنهاد میکنم دکتر رحیمی بگن. بله بفرمایید.
دکتر رحیمی شما بفرمایید، بعدش از دکتر کریمی پور می‌پرسیم. من شروع بکنم. بسیار خوب. کاری که من انجام میدم تو این زمینه یه بخشیش در مورد بکارگیری سیستم های کوانتوم اپتیکی برای پردازش اطلاعات کوانتومی، و این موضوع از این جهت اهمیت داره که این سیستم ها سیستم هایی هستن که در دسترس هستن، میشه ساختشون و خاصیت های خوبی دارن که به قول معروف این خاصیت ها جای دیگه سخت پیدا میشه یا بعضی وقتا پیدا نمیشه. مثلا ما اینجا سرکارمون با حالت های کوانتومی نوره، این حالت ها رو میتونیم تو آزمایشگاه خیلی راحت بسازیم، اما وقتی بخوایم این رو منتقل بکنیم، مثلا فرض بکنید اگر اطلاعات رو توی حالت کوانتومی نور انکود بکنید، ذخیره سازی بکنید و بفرستید، این کمتر تحت تاثیر محیط قرار میگیره، چون نور برهمکنش نسبتا کمی داره با محیط اطراف خودش. ولی خب این رو اگر من بخوام مثلا توی اسپین الکترون یا سیستم شبیه به این بذارم ممکن نیست. به خاطر همین این موضوع ارتباطات کوانتومی یا مخابرات کوانتومی اساساً چیزیه که بر مبنای همین اپتیک کوانتومی گذاشته شده و این خودش یه زمینه تحقیقاتیه، ولی کاری که من انجام میدم بیشتر در زمینه شبیه سازیه. اینکه سیستم‌های کوانتومی نور رو چجوری میتونیم مورد استفاده قرار بدیم برای شبیه سازی کوانتومی. یه بخش دیگه کاری که انجام میدم به این برمیگرده که ببینم از لحاظ بنیادی چه خواص و چه تفاوت‌هایی توی سیستم‌های کوانتومی هست، توی دنیای کوانتوم هست که توی دنیای کلاسیک نیست، و این چطور میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای کاربردهای اصطلاحاً کاربردش چیه، چه جوری میشه اینا رو اندازه‌گیری کرد، چه جوری میشه این تفاوت‌ها رو به قول معروف ایجاد کرد، و ببینیم چقدر این تفاوت به عنوان یک منبع، به عنوان یک سوخت میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یه بخش دیگه در مورد اینه که اثرات کوانتومی توی سیستم‌های طبیعی کجا خودشون رو نشون میدن، چجوری میشه، آیا این انتظار درسته که ما بگیم اگر ما میتونیم کوانتوم رو استفاده بکنیم برای ساخت سیستم‌های کوانتومی پیچیده مثل سیستم‌های شبیه کوانتوم کامپیوتر یا شبیه سازهای کوانتومی، آیا طبیعت هم جایی بوده که از این خواص بهره برده برای همچین کارهایی؟ این یه سواله. یه سوال اینه که آیا این چیزی که حالا امروز ما بلدیم، این چیزی که به قول معروف به واسطه این کاربرد اطلاعات کوانتومی حالا یاد گرفتیم، میتونه این ابزاری که الان بلدیم مورد استفاده قرار بگیره برای این ساخت شناخت سیستم های طبیعی؟ این هم یه بخش دیگه از کارهاست که من بهش میپردازم. خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون از شما آقای دکتر کریمی پور. شما هم یه مقدار راجع به این زمینه های کاریتون توضیح بدید برام. ببینید این زمینه های کاری توضیحش برای دانشجوهای کارشناسی زیاد واقعا مفید نیست. حالا آقای دکتر صالح اون بیان شیواشون سعی کردن توضیح بدن، ولی من فکر میکنم که من نمیتونم. به جاش من دوست دارم یک سوالی رو که اینجا دانشجوها میتونن مراجعه کنن به هومپیج گروه ما و همه کارها رو در اونجا میتونن لااقل ببینن، از عنوانش میتونن یک چیزی پیدا بکنن. ولی یک سوالی در اینجا هست که من جلبش شدم و میخوام جواب بدم اگر اشکال نداره. رضا پرسیده که من به احتمال زیاد تا سالها امکان مهاجرت به خارج برای ادامه تحصیل را نخواهم داشت. این باعث احساس ضعف شدید در من میشود و گمان میکنم هرگز کار علمی بین‌المللی را به درستی یاد نخواهم. از این بابت استرس زیادی دارم که هرگز نتوانم کار علمی را به خوبی و به شیوه بروز دنیا انجام دهم. چقدر امکان دارد که در ایران بتوانم کار علمی درستی را انجام دهم؟ خب من دو تا موضوع رو به رضا میگم، شاید برای بقیه هم مفید باشه.
اول اینکه امروزه واقعا ما به خصوص بعد از همین پاندمی کرونا به سمتی میریم که شیوه های آموزش به کلی زیر رو خواهد شد. حالا اثرش رو همین الان هم داریم میبینیم که ما از دو دانشگاه مختلف، از سه دانشگاه مختلف جمع شدیم داریم با هم صحبت میکنیم. بنابراین اونقدر که شما فکر میکنید خارج رفتن مفید هست، ولی اینطور نیست که شما به خاطر نرفتنش استرس بگیرید. شیوه های جدید آموزش، استفاده از امکانات آموزشی، امکانات یوتیوب که صالح گفت و میلیون ها ساعت درس که در فضای مجازی پراکنده است، میتونه به خوبی اون کمبودها رو، اگر اسمشو بذاریم کمبود، جبران کنه. ولی در این حال شما میتونید از آموزش خوب و ریسرچ خوب در داخل ایران هم بهره مند بشید. جاهای خیلی خوبی وجود داره در ایران، افراد خیلی خوب وجود داره که دارن کار بروز میکنن و میتونید برید در اونجا موفق بشید. این نکته اول. نکته دوم این است که گاهی اوقات موندن در یک شرایطی که آرامش داره، منظورم حالا آرامش اجتماعی نیست که در ایران وجود نداره، یه آرامش حرفه‌ای وجود داره که شما میتونید به دلخواه خودتون بشینید روی یک مسئله سالهای سال کار بکنید که در خارج از کشور چنین چیزی وجود نداره. در داخل کشور وجود داره، به خاطر اینکه در داخل کشور بستگی ریسرچ به بودجه های مؤسسات اینا خیلی خیلی کمتره. بنابراین شما فقط میتونید سالهای عمر خودتون رو وقف یک کار علمی و یک شاخه‌ای بکنید که در علاقه خودتون هست، در ایران بیشتره و چه بسا اگر با تمرکز کافی و کیفیت کافی کار بکنید موفقیت بیشتری کسب بکنید. و نکته سوم این است که چندین سال پیش، فکر میکنم شاید 10 سال پیش، به 2 نفر ژاپنی جایزه نوبل دادن در فیزیک ذرات بنیادی به اسم کوبایاشی و ماسکاوا. کوبایاشی و ماسکاوا یک کار خیلی مهم میکردن در فیزیک ذرات بنیادی برای تکمیل مدل استاندارد، به اینها جایزه نوبل دادن و یکی از اینها، حالا نمیدونم کوبایاشی بود یا ماسکاوا، برای اینکه بره در سوئد و جایزه رو بگیره و سخنرانی جایزه نوبل بکنه، برای اولین بار در زندگیش رفت پاسپورت گرفت. یعنی تا اون موقع گذرنامه نداشت، از ژاپن خارج نشده بود. بنابراین فعالیت بین‌المللی لازمش حتما نیست که شما دائما برید در کشورهای خارج مسافرت بکنید. اینا شیوه های مختلف متنوعی وجود داره برای کار علمی. یه عده هستند از همکارای خود ما در خارج از کشور که اینا سالی 12 ماه دائما در سفرن، از این کنفرانس به اون کنفرانس. یه عده هستن که اصلا تکون نمیخورن از جاشون، ولی بیشتر از اونا موفقن و بهتر از اونا میتونن کار بکنن. آقای یاکوب پرلمان که ریاضیدونه، در روسیه جایزه فیلدز گرفت در چند سال گذشته، تمام کارشو در روستای کوچکی در روسیه انجام داده بود و جایزه فیلدز هم قبول نکرد هیچ وقت. و از اون دهات هم درسته برای تحصیل یک زمانی در خارج از کشور بوده، ولی کار علمی مهمشو در روسیه انجام داده بود در همون روستاشون و خارج هم نشد از اون روستا. دیگران رفتند از مؤسسات و نهادهای امریکایی رفتن که قانعش بکنن جایزه فیلدز رو قبول کنه، که قبول نکرد. بنابراین شما واقعا با این دسترسی عظیمی که وجود داره برای منابع علمی اونقدر نباید اصلا ناراحت باشید اگه نمیتونید برید خارج. چه بسا حتی در ایران و در مملکت خودتون بمونید، میتونید با تمرکز بیشتر روی رشته‌ای که دوست دارید کار بکنید. به طور مشخص‌تر، شما ممکنه که مثلا برید در یک مؤسسه در فرض کنید امریکا، کانادا، اروپا، اینها شروع کنید به کار کردن. مسئله‌ای که به شما داده میشه و استادتون بهتون داده میشه کاملا تعریف شده است توسط اون گرانتی که استاد تعریف کرده و براش بودجه تحقیقاتی گرفته و از اون چارچوب نمیتونه خارج بشه و شما همراه اون چارچوب باید حرکت بکنید. حالا یه مزایای خیلی خوبی داره ولی یک معایبی هم داره. شما سعی کنید از اون فوایدی که در اینجا و موندن در ایران و کار کردن در اینجا امکان پذیر هست استفاده بکنید. خب من صحبتم تمام شد. برای برنامه های ریسرچ هم من این لینک به پیج خدا میذارم اینجا، لینک گروه همونم میگذارم که همه کارهای ماست. اجازه بدین پیداش بکنم.
خیلی ممنون از شما. دکتر صادق رئیسی، شما مایلید که در مورد کارهای تحقیقاتیتون توضیحاتی بدید؟ من آره، هم راجب کارهای تحقیقاتی هم راجب موضوعی که دکتر کریم‌پور صحبت کردن دوست دارم یکی دو نکته رو بگم. در مورد کارهای پژوهشیمون، خب یادگیری ماشین هوش مصنوعی کوانتومی رو که گفتم، من یه مقدار از کارام نزدیک به کارهای دکتر رحیمی، اپتیک کوانتومی و فاندیشن. به صورت خاصی از کارهایی که ما انجام دادیم توی حوزه درک مرز بین دنیای ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک از نگاه مکانیک کوانتومی هستش، که چه اتفاقی میفته که مثلا ما تو دنیای ماکروسکوپیک دنیامون کلاسیک میشه، دنیای کوانتوم تدقه پیدایی که میبینیم متفاوته با اون درکی که تو دنیای میکروسکوپیک داریم. یه مقدار روی این حوزه ها کار کردیم. یه موضوع دیگه‌ای که روش کار میکنیم یه مقدار حوزه‌های مربوط به اصطلاح کارهای تجربیه. مثلا همین اواخر ما یک آزمایش رو انجام دادیم که گیت های کوانتومی رو، گیت های یونیورسال کوانتومی رو پیاده سازی کردیم با NMR تو ایران. و دیگه چی؟ یه مقدارم تو حوزه های مربوط به ترمودینامیک کوانتومی کار میکنیم که دقیقا همین روش های سرمایش الگوریتمی، که یه حوزه هستش که خب آره یه سری از کارهای اصلیش رو ما خودمون انجام دادیم. در مورد به اصطلاح اینکه حالا اگه نمیتونین از ایران خارج بشین ناامید بشین، بچه ها متاسفانه آره ما تو این چند سال اخیر خیلی میبینیم دچار افسردگی میشن، دچار استرس میشن. یه مقدار اینو باید تو ذهنتون داشته باشین که این در نهایت یه ابزاره. نه همه کسایی که از ایران خارج شدن این چیزایی که دارین میگین رو یاد گرفتن. یعنی اینطور نیستش که هر کسی از ایران رفته دیگه پژوهشگر خیلی عالی شده. اگه آمار رو نگاه بکنین دوباره این اصلا اتفاق نیفتاده. نمیخوام بگم که مثلا آمارش مثل آمار ایران ها، بالاخره کسایی که از ایران خارج رفتن آمار بهتری از آمار اونایی که داخل بودن داشتن. و نه اینطوری که همه کسایی که داخل ایران موندن هیچ کار نتونستن. ما الان یه تعداد زیادی از مثلا من میتونم مثال بزنم خانم اعظم مانی رو که تو دانشگاه تهران کار میکنن، دانشجوی خود دکتر کریم‌پور بودن و واقعا کارهای عالی دارن انجام میدن. من چند تا مثال اینطوری میتونم بزنم. به این ترتیب من فکر میکنم که چیزه یه مقدار نفس بکشین، یه مقدار با آرامش خاطر بیشتری به این مسائل نگاه کنین. یه سوالم فکر کنم برای خود من پرسیده شده بود. آهان، گفته بودن که دروس خارج از فیزیک. ببینید، من موقعی که خودم درس میگذروندم واقعیت اینه که درس ها رو بر اساس اینکه چه چیزی وسوسم میکرد، چه چیزی منو میکشون درس ها رو میگذروندم. من آره مثلا درس الگوریتم دانشکده کامپیوتر رو گذروندم، درس ماشین لرنینگ گذروندم، ساختار داده رو گذروندم، ولی به نظرم ساختار داده احتمالاً خیلی لازم ندارین. نظریه محاسبه اگر توی دانشکده کامپیوتر دارین میگذرونین خیلی به تفصیل بیان میشه و خیلی قشنگه، ولی به شاید با اون همه جزئیات توی محاسبات کوانتومی نیاز نباشه. شاید درسای خود محاسبات کوانتومی رو بگذرونین به صورت موجزتری دقیقاً اون چیزیش که متناسبه برای اون چیزی که شما توی این حوزه نیاز دارین بیان بشه. دیگه از مطالبی که شاید به دردتون بخوره، دونستن نظری گروه به نظر من کلن تو فیزیک خیلی خوبه، یعنی نه فقط محاسبات کوانتومی، که کلن توی فیزیک دونستن نظری گروه ها خیلی کمک میکنه. درس ریاضی تعدادشون واقعا دونستنشون خیلی خوبه. کوانتومتون باید خیلی قوی باشه، باید پرتربیشن خیلی خوب بدونین. دیگه چی؟ الان چیز دیگه به ذهنم نمیاد. بله خانم دکتر مجد. بسیار سپاسگزارم. من یه بار دیگه از دوستان خواهش میکنم اگه سوالی دارید و میخواید بپرسید دستتون رو بالا بیارید و صوتی بپرسید و اینطوری ما بهتره. من یک سوالی اینجا دیدم که میتونم بهش توضیح بدم.
بله بفهم. ارتباط این گرایش با کوانتوم گراویتی و کوانتوم فاندیشنز اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید. ببینید یک مسئله خیلی مهم حل نشده در فیزیک این است که کوانتوم مکانیک به هر حال یک نظریه کامل نیست، به این معنی که شما یک برای تحول سیستم ها یک تحول سیستم های کوانتومی یک تحول یکانی دارید و بعد میگید که وقتی اندازه گیری میکنیم این تابع موج یه مرتبه کلاپس میکنه به یه نقطه. این هنوز مسئله ایه که به عنوان یک نظریه کوانتوم نظریه کامل مورد قبول فیزیکدانان نیست و معمای خیلی بزرگ. یه مسئله دیگه که در فیزیک وجود داره مسئله گرانش کوانتومیه که میخوان تلفیق پیدا بکنن بین نسبیت خاص، نسبیت عام و مکانیک کوانتومی که هنوز امکان پذیر نشده. بنابراین ما درست مثل آغاز قرن بیستم هستیم، زمانی که کوانتوم مکانیک و نسبیت پیدا شدن، یعنی همه منتظرن که یک نظریه جدیدی و یک پنجره جدیدی به یک نظریه خیلی عمیق‌تر باز بشه و کسی نمی‌دونه این چیه. از جاهای مختلف دارن به این مسئله نزدیک میشن و راجبش فکر میکنن. درست به همون شکل که مکانیک کوانتومی محصول مطالعه مسائلی مثلا در مورد ظرفیت گرمایی ویژه جامدات بود یا در ترمودینامیک تابش بود و یه مرتبه یک دنیای کاملا جدید باز شد به اسم کوانتوم مکانیک، در فیزیک هم ما با این وضعیت مواجهیم. معماهای خیلی بزرگ و مبهمی وجود داره و اینها همشون راهنما خواهند شد به یک نظریه جدیدی که هنوز هیچ کس نمیدونه. حالا در مورد کوانتوم گراویتی هم همینه. مثلا یکی از نشانه هایی که وجود داره این است که با مطالعاتی که در مورد آنتروپی سیاه‌چاله ها کردن متوجه شدن که یک تصویری وجود داره به اسم تصویر هولوگرافیک، به این معنی که ظاهراً اطلاعات در سطح سیاه‌چاله، در سطح افق رویداد سیاه‌چاله کاملاً پراکنده است به صورت نان لوکال، اطلاعاتی که باید در درون خود سیاه‌چاله باشه. در این حال مشابهت‌هایی وجود داره با کوانتوم ارور کارکشن. این در کوانتوم ارور کارکشن هم شما حالت‌های کوانتومی وجود دارید که از سطحش میتونید به صورت نان لوکال پی ببرید به اینکه خود این استیت چیه. این چیزا باعث شده که مردم فکر بکنن که ممکنه ارتباط خیلی عمیق بین کوانتوم انفورمیشن و کوانتوم گراویتی باشه و یه عده خیلی زیادی در این مورد دارن فکر میکنن. اگر شما مثلا به آرشیو پژوهشی HEPTH که مال های انرژی فیزیکس تئوری است نگاه بکنید، ببینید که تعداد مقالاتی که فقط در عنوانشون انتنگلمنت وجود داره همینطوری به صورت اکسپوننسیال داره زیاد میشه، نشون دهنده علاقه که در اون حوزه نسبت به این مسائل پیدا شد. خب محمد گفته که با این مطلب موافقه که حوزه البته با زست، نه اغلب اشتباه می نویسن اینو. فیزیک هسته‌ای چیز تمام شده است و زمینه کار چندانی در آن وجود نداره. نه موافق نیستم، همچنان در فیزیک هسته‌ای، در دانش فیزیک هسته‌ای، نه در تکنولوژی هسته‌ای و ساختن نیروگاه و بمب و اینا، بله تقریبا تمام شده است ولی و 50 سال تمام شده، ولی در زمینه دانش فیزیک هسته‌ای نه، هنوز مسائل خیلی جزایی وجود داره. ما اصولا فیزیک هسته‌ها رو نمی‌فهمیم به خاطر اینکه نیازمند QCD هست و هنوز QCD رو ما نمیتونیم خوب حل بکنیم. خیلی ممنون. حالا رحیمی قد شدن، خانم پریناز الان رفتن، سوال داشتن. بله پریا ذکری یک سوال دارن، من میکروفونشون رو باز میکنم، اجازه دسترسی به میکروفونتون رو بدید. بله خیلی ممنون. اگه دوربینم بدید خوبه ارتباط دو طرفه باشه.
ما صدای شما نداریم خانم ذکری. من عذرخواهی میکنم، ارتباط من قطع شد. الان صدای من میشنوید؟ بله آقای دکتر. برقا قطع شده بود اینجا، من متوجه نبودم، دیگه موبایلم خاموش شد. حالا عذرخواهی میکنم. به هر حال بله خانم ذکری متصل نمیشه صداشون. دوستان دیگه فکر میکنم که سوال صوتی دیگه ندارن. اساتید گرامی اگه مایلید که سوالات داخل چت باکس رو ادامه بدیم، یا یعنی که وقت برنامه هم داره کم کم به پایان میرسه، میتونیم خدافزی هم بکنیم. رمزگاری کوانتومی هم به هر دو ارتباط داره، هم به فیزیک هم به ریاضیات. تقریبا میشه گفت به طور یکسان. من تونتونش داری توضیح بدم. در مورد تفاوت کوانتوم بوهمی و کوپنهاکی، اینا دوتا تعبیر متفاوتن از کوانتوم مکانیک. اطلاعات کوانتومی بر پایه ساختار کوانتوم مکانیکه و توجه زیادی به این تفاوت تعبیرها نداره. دیگه چی رو توضیح بدیم؟ منابعی رو برای شروع اطلاعات کوانتومی میتونید معرفی بکنید. منابع که زیاد هست، منابع انگلیسی میتونید به کتاب نیلسن و چوانگ نگاه بکنید، اینجا می‌نویسم براتون. چوانگ به درسنامه پرسکیل میتونید نگاه بکنید. به منبع فارسی بخواهید میتونید یک درسنامه من دارم در وب پیج خودم، به اونجا میتونید مراجعه بکنید. اینجا براتون لینکش رو میگذارم. یا چی؟ تخمین شما از اینکه کامپیوترهای شخصی کوانتومی میشن چه مدت هاست؟ هیچ وقت کوانتومی نخواهند شد. کامپیوتر شخصی، کامپیوترهای کوانتومی قراره که کمک بکنن، نه اینکه جایگزین بشن. کامپیوتر کوانتومی یک مسائل خاصی رو حل میکنه، نه اینکه همه مسائل رو. شما برای خیلی از مسائلی که میخواید حل بکنید احتیاج به کامپیوتر کوانتومی نداری. من یه نکته رو میتونم اینجا اضافه بکنم؟ بله بله. نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ایده ای نیستش که، ایده بیشتر اینه که این کامپیوترهای کوانتومی به صورت ابری به شما سرویس بدن. یعنی قرار نیستش که مثلا سخت شما به صورت تو کامپیوترهای خودتون سخت افزارش رو داشته باشین، قراره به صورتی باشه که شما وصل میشین مثلا به یک جای مثل آمازون. الان آمازون این سرویس رو داره فراهم کرده که شما میتونین ازش، از قسمت محاسبات ابریش میتونین مثلا میگن به آی بی ام یا بعضی جای دیگه وصل بشین و از خدمات اونا استفاده بکنین، ولی به صورت کلی قرار از، یعنی به شکل ابری ارائه بشه. در ایران هم قابل دسترسی. فکر کنم فیلتر شکن میخواد. یکی از دانشجوی من همین تزش رو این گذارونده و با کامپیوتر آی بی ام کار کرده، خانم مهسا کریمی، ولی فیلتر شکن میخواد. فیلتر شکن میخواد و بلحال ما مجاز نیستیم که، یعنی از ایران فیلتر نیست، از اون طرف فیلتره و ما عملا بلاد قانونی حق نداریم ازش استفاده کنیم. بله درسته کاملا، چون ما خیلی قله ها رو داریم در می نوردیم در ایران به مدد هوشمندی و درایت سیاست مدارانمون، از خیلی از چیزا محروم شدیم متاسفانه.
خیلی 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 سپاسگزارم از اساتید گرامی زمانتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر سخن پایانی دارید بفرمایید. فقط موفق باشید همین. امیدواریم که موفق باشید همتون و دوران خوبی رو سپری کنید و درس بخونید حسابی. خیلی ممنون دکتر رئیسی، شما سخن پایانی دارید. همین دستتون در کنید. بگم ببخشید من پر حرف میکنم. بفرمایید. ببینید دوران‌های خیلی سخت ممکنه در یک کشور وجود داشته باشه. خب شما باید خودتون در این دوران سخت حفظ بکنید برای آینده‌ای که خواهد اومد. خودتون حتما حفظ بکنید. به 40 سال بعد نگاه کنید که می‌خواید چگونه آدمی باشید. به اون سال‌ها نگاه کنید. خیلی ممنون. متشکر. خیلی ممنون. سلامت باشید. دکتر رئیسی شما یا سخن پایانی دارید؟ نه، منم برای همه بچه ها آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم مفید بوده باشه. خسته نباشید. خیلی ممنون. سلامت باشید. دکتر رحیمی شما بفرمایید. من اول عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلی که پیش اومد. در حال فکر میکنم 15-20 دقیقه نبودم. امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه برای افرادی که علاقمند بودن در مورد اطلاعات کوانتومی اطلاعات کسب بکنن. پیشنهاد من اینه که اگر این علاقمندی ایجاد شده بیشتر میتونید بخونید، مطالعه بکنید. تو اینترنت کلی مطلب هست، کلی سخنرانی عمومی هست، حتما اینا رو ببینید و در نهایت ببینید این چیزی هستش که مد نظرتون، فکرتون جذب میکنه، جلب میشید به سمتش یا نه. و برای ادامه تحصیل هم همونطور که گفتم، صحبتی که اول کردم، شما یه بخشی از قضیه اطلاعات کوانتومی و فیزیک و نمیدونم کارشناسی ارشد و دکترا و ایناست. متاسفانه ما تو ایران اینجوری فکر میکنیم که همه چیز رو به اینا وابسته میکنیم و این در واقع پل خوشبختی آینده ماست. واقعیتش اینجوری نیست. اگر بخواید خوب فکر بکنید، خیلی جنبه‌های مختلفی توی زندگی وجود داره که باید همزمان مراقب همه اینا باشید و از اون کاری که میکنید لذت ببرید. اگر واقعا این حرفایی که گفته میشه تو این زمینه مطرح میشه و کاری که در عمل قرار انجام بدید، چون همیشه حرف یه چیزه و عمل یه ممکنه فرق بکنه. خیلی وقتا ما تو فیزیک حرفایی میزنیم و در عمل کارهای دیگه میکنیم. اگر این حرفایی که تو حرفای اطلاعات کوانتومی هست و کارهایی که مردم برای تو به عنوان زمینه تحقیقاتی انجام میدن مورد توجهتون هست، حتما چیزی که میتونید ازش لذت ببرید و بتونید زندگی خوبتر و بهتری داشته باشید. برای همه آرزوی سلامتی میکنم. مرسی از همه. مرسی از شما. براتون آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت میکنم. دوستان عزیز، ما هفته دیگه روز دوشنبه در مورد گرایش فیزیک هسته‌ای صحبت خواهیم کرد و روز سه‌شنبه هم راجع به ماده چگال. خیلی خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. از اساتید بزرگ خیلی ممنونم و سلامت باشید. خداحافظ. خسته نباشید. خداحافظ.